شونه یاد از نظر فکری 16 17 سال رو به سن کار نداریم که یه عدده زدن که شما با موقعیت گل دو خورده ای چجوری میگید که حمله کردید اما اتوبوسی بودید؟ برادر من خود همون مهدی هاشمی نسب رو کم داشتید بذارید تو دفاع، یه چند تا تماشاگر کم بود که دیوار بکشید جلوی دروازتون، وقتی همتون تو دروازه واسادید معلومه موقعیت گل به وجود نمیاد دیگه. چه خوشبختانه بالاخره هوادارایی هم هستن که حالا مصاحبهشون پخش شده، گفتن آقا ما حاضر بودیم ببازیم ولی اینجوری تحقیر نشیم. این چه بازی بود؟ فقط اومدید که این سه امتیاز رو حفظ کنید، مگه دو تا بازی مونده به اتمام لیگ؟ 10 تا بازی مونده، 1001 اتفاق میفته. امروز که 27 اسفند، امروز که یک شنبه است به قول دوستمون، دارم میگم آخرش عاشقانه دوستشون داری؟ آره عاشقانه که دوستشون دارم، ولی آخرش دوباره امید آلیشا جامو میبره بالا. اینو از من به یادگار داشته باشید، همه این چرک بودنه و همه این کاری که دارید میکنید هیچ ثمری نداره، ته تهش دوباره پرسپولیسه که جامو میبره بالا و اون موقع روسیاییش میمونه به زغال. کدوم زغال؟ همون زغال. من یه نکته هم بگم ابتدای برنامه، دوستانی که مشکل دارند به خاطر حالا وضعیت اینترنت و فیلتری که هست از پلتفرم اینستاگرام و یوتیوب، میتونید برنامه ما رو با گزارش اختصاصی شبکه پرسپولیس در آپارات تماشا کنید. همین الان میتونید برید توی سایت آپارات، اونجا از کانال رسمی باشگاه تمام برنامه ما رو تماشا کنید که انشالله به زودی زود این کانال خیلی فعالتر هم خواهد بود و شما میتونید حتی برنامه هایی که مخصوص کانال پرسپولیس هست رو اونجا ببینید، محتوایی که هیچ جا دیگه نمیتونید نمونهش رو پیدا کنید و مخصوص پلتفرم آپارات و کانال پرسپولیس خواهد بود و شبکه پرسپولیس. خیلی اتفاقای خوبی قراره بیفته انشالله اگه دری به تخته نخوره، اتفاقی نیفته، برنامه‌های خیلی خوبی در سال جدید در شبکه پرسپولیس قراره تولید بشه برای شما هوادارا. داریم سعی می‌کنیم که شبکه پرسپولیس رو به جایگاهی برسونیم که در شأن باشگاه پرسپولیس و شما هواداران دوست داشتنی باشگاه باشه. خیلی سخته ولی دور از دسترس نیست، این همه سال واستادیم پاش، از اینجا هم هستیم 0 تا 100 کنار شما هوادارا و اجازه نمیدیم که رسانه‌های دیگه، رسانه‌هایی که مأموریت دارن بر علیه پرسپولیس بنویسن، حرف بزنن و طوری که خط باشگاه پرسپولیس رو بخوام از یعنی تیم باشگاه پرسپولیس از ریل خارج کنن. این تلویزیون پرسپولیسه که قدرتمند واسطه جلوی رسانه‌های زرد و رقیب و تا پای جون. من یکی که رگم هست در اختیارتون، از هیچی هم نمیترسم، هر اتفاقی هر واقعیتی باشه میگم، چون حق پرسپولیس رو ما میگیریم، حق گرفتنیه و ما میگیریم، اونم مخصوصا تو رسانه پرسپولیس. آی اخلاقی حامد، امروز هم که قرعه کشی جام حذفی برگزار شد، پرسپولیس فقط با آلومینیوم عراق تو عراق بازی کنه، یه تیم خواستم به خاطر همزمانی بازیش با رقابت‌های جام باشگاه جهان با هماهنگی فدراسیون اصلا امروز تو قرعه کشی نبود. آره دیگه گفتن، آره دیگه گفتن چون همزمان اون بازی مهم، اون دوره و اون بازی‌ها مهم‌تره برن اونجا. خیلی خوب، خواستم بگم که در جریان باشی. تشکر کنم از حامی مالی برنامه و باشگاه پرسپولیس طبیعت که اسپانسر تلویزیون پرسپولیس هست. به به، اینم چه تصویر خوبی، من اومدم در مورد طبیعت صحبت کنم، شما از هواداره بانوان تصویر گذاشتید. دوستانی که دوست دارن محصول باشگاه پرسپولیس رو تهیه کنن و توی فروشگاهشون داشته باشن، عدد 6 رو به سامانه 1047-19 ارسال کنید، حمایت کنید اول از باشگاه خودتون و بعد اسپانسر باشگاهی که اومده همه جوری کنار تیم و تلویزیون پرسپولیس و اینا واسطه که ما بتونیم اتفاقی بزرگی رقم بزنیم و بیشتر در کنار هوادارا باشیم. پس فراموش نکنید سامانه 1047-19 عدد 6 رو ارسال کنید و سفارش بدید محصول مشترک باشگاه پرسپولیس و طبیعت رو. بریم یه بخشی رو ببینیم، مهمان عزیزمون به ما اضافه بشه که کلی باش کار داریم. ما به عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما می جنگیم. قلب ما
همیشه با شماست و فکرتون است. دوستتون داریم و میخواییم که سالم بمونیم. برای همین ازتون میخواییم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست. ما هوادار سلامتی شما هستیم. خواهی شما همیشه اینجا. خب وقتتون بخیر باشه. همچنان با شما هستیم از قاب رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس و از این لحظه یکی از خوش اخلاق ترین ها، یکی از بهترین ها و یکی از محجوب ترین ها و یکی از پرخاطر ترین های ارتش سرخ در کنار ماست، محسن ربیخواه عزیز، دوست قدیمی و رفیق گلم. خیلی خوش اومدید آقای ربیخواه. به نام خدا. منم عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما همکارانتون و همه عزیزای پرسپولیسی که دارن ما رو نگاه میکنن. چه حال، چه خبر آقا محسن؟ اوضاع خودت چطوره؟ الان که تو فوتبال پایه‌ها بیشتر داری کار میکنی دیگه. والا آره، الان در مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی با آقای انصاری در خدمت ایشون هستیم و تو کار آموزش هستیم و دیروز هم جلسه آخر تمرینیمون بود و ایشالا تو فصلهای جدیدم بتونیم که اونجا همکاری‌های خوبی داشته باشیم و بتونیم از این بچه‌ها ایشالا نماینده داشته باشیم تو باشگاه پرسپولیس. ان شاء الله. من یه نکته رو بگم، بچهای فنی من فکر کنم یه ایرادی تو تصویر اون پیدا شده، یه رسیدگی بکنید. خیلی ممنون، تصویر خیلی داره مشبک پخش میشه. محسن جون، این روزا که درگیر آموزشی، نظرت در مورد دربی، از دربی شروع کنید. عرضم به حضورتون دربی رو، خب من به خاطر همون بحث آموزش نیمه اول رو فکر کنم یه رو با آخرش رو تونستم ببینم و پرسپولیس خیلی خوب داشت بازی میکرد. من اون یه رو با آخر نیمه اول دیدم پرسپولیس کلن بازی فکر کنم تو 18 استقلال بود، تو محوطه جریمه استقلال بود و خیلی خوب بود، ولی نیمه دوم دست پا شکسته دیدم و فکر میکنم سبک بازی تیم استقلال باعث شده بود که پرسپولیس نتونه اون بازی همیشگی و همون بازی روون خودش رو انجام بده و سبک بازیشون یه جوری بود که تقریبا تمام راه‌ها، تمام روزنه‌ها رو به روی پرسپولیس بسته بودن و این اختلال ایجاد کرده بود تو روند تیم پرسپولیس و بازی زیاد جذابی از آب در نیامد در کل. و مثلا اصلا بازی نکردن، 22 دقیقه بازی متوقف بود. آره میگم بازی جذابی نبود. حالا ما شاید از نظر ما فوتبالی شاید نگاه کنیم قضیه رو، ولی خب خیلی مردم اینجوری نیستن. ما مثلا حالا تو کوچه خیابون این ور اون ور که میریم همه شاکی هن، یعنی همه مردم شاکی هن از دیدن این بازی و همه مینالن که این چه بازی بود و بیشتر هم خب از بحث
کار فنی و کار تاکتیکی تیم استقلال به مردم بیشتر ناراحت هستن و فکر میکنم حالا ایشالله که دربی های بعدی قشنگ تر باشه. ولی قبول ندارن دیگه، میگن استقلال خیلی بهتر بازی کرد. نه خب بعد خیلی هم چون بانمکن و خیلی مزاح نه من میگن چون درصد مالکیت توپتون خیلی زیاد بوده، خب توپو بردارید ببرید خونتون. خب یه سری افراد حالا اینجوری صحبت میکنن، ولی خب نه الان مثلا من اطرافم کس هستن تو که استقلالی هستن، خودتون میدونید. بله سواد فوتبالی و شعور فوتبالی شما. پدر خانم من مثلا خب استقلالیه و استقلالی خیلی شدیدم میشناسم. ایشون خودشون زیاد راضی نیستن از سبک بازی که استقلال داره ارائه میده، یا مثلا خیلی که افرادی که حالا ما از نزدیک باشون برخورد داریم زیاد راضی نیستن و فکر میکنم الان هم اصلا زیاد در مورد این قضیه صحبت نکنیم بهتره. در مورد واسه کلاً اهل حاشیه نه آخر الان بس بازی پرسپولیس آره به پیکان رسیدیم، ولی چیزی که بود 22 دقیقه بازی تو جریان نبود، بعد 7 دقیقه شو تازه وقت اضافه گرفتید، از اون 7 دقیقه هم حداقل فکر کنم نصفش باز بازی متوقف بود و سریع هم سر 30 ثانیه سوتو زدید و قشنگ جمع‌بندیش کردید و رفت و کلا وی ای آر هم که هیچ خبری نیست و اصلا استفاده نمیشه. پنالتی رو دیدی؟ به نظر پنالتی بود؟ من میگم جست گریخته دیدم نیمه دوم. نه خب صحنه‌ای که حالا بالاخره وایرال شده توی نه ندیدم متاسفانه. من تو تام من اهل این استیگرام اینم نیستم. آره یه پیجی داره اونم فکر کنم ما براش درست کردیم مثلا. ولی سالی یه بار من تولد دخترش رو تبریک میگم. خاطره خوبی هم داریم از تام. مثلا نمیدونست دبی بود، بازی داشتیم با آره بذارید من بگم اگه میشه، چون شما یه کاری برای من کردید که واقعا این تو خاطرم هست همیشه، این لطفی که شما داشتی و به همراه آقای وحید رضایی و ما اردو بودیم، اردو تو عمان بودیم و بازی داشتیم با تیم الهلال تو دور گروهی بود و خاطرش رو میشه کامل بگم؟ آره بگو. دوست دارم کامل بگم. آره. ما رفتیم صبح بود، رفتیم استخر و آقای برانکو فهمید من یه ذره پکرم، منو صدا کرد گفت چی شده چرا اینقدر پکری؟ گفتم والا فردا خانمم قراره زایمان بکنه و بچه‌م قراره به دنیا بیاد. بعد خندید و گفت این که چیز ناراحتی نداره، باید خوشحال باشی و اینجور صحبت‌ها. یه ذره روحیه داد. ما رفتیم تو اتاقمون می‌خواستیم برگردیم سر ناهارم، هر چی زنگ می‌زدم خانمم جواب نمیده. زنگ زدم به برادرم گفتم داداش چه خبره؟ گفت نگران نباش تو اتاق عمل بچه به دنیا اومد. و در جا حالا نگو آقا حامد با برادر من هم هماهنگن که اگه یه روزی قرار بودیم زایمان انجام بشه بچه به دنیا بیاد به من بگید. آقا حامد زودتر از همه بیمارستان بوده و یه کلیپ خیلی خوشگل خیلی قشنگ تهیه کردن از به دنیا آمدن دخترم و این واقعا همیشه برای من یه کار ارزشمند بود که آقا حامد انجام داد و مدیونش هم دیگه و یادش بخیر دیگه. آره یادش بخیر. همون بازی بود که یک یک شد، بازی سف 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 و چقدر هم خوب بازی کرد. آره. من بیشتر از موزن هیجان داشتم. آره. که برسم بتونم اون لحظه ای که حالا خب به عنوان پدر دوست داشت که اون لحظه ای که ثبت میشه رو باشه تو بیمارستان نباشه رو از ثانیه ای که بچه رو میارن ثبت کنیم. آره. و خدا رو شکر خدا رو شکر به موقع رسید و رویه خوبی شد براش تو. آره. و خیلی بازی خیلی خوبی هم انجام دادیم فرداش که حتی تا دو سه سال بعدش هم حتی آی برانکو همیشه میگفت یکی از بهترین بازیامون تو این چند ساله همون بازی 0-0 الهلال بود. از نظر تاکتیکی خیلی خوب بازی کردم، الهلال هم تیمش خیلی خوب بود. دفاع چپ بازی کردیم اون دفاع وسط با محمد انصاری دفاع وسط فقط گلر وان اسد محسن تو پرسپولیس روزای خوبی بود. حالا فرزند دوم هم اومد دیگه. آره نیلدا الان 5 ساله باشه دیگه ما نبودیم. یلدا 7 ساله شده نیلدا 5 ساله خانومی شده برای خودش. بریم سراغ یواش یواش بانک ملی. اینا باشگاهی بودن که تو رده‌های پایه خیلی فوتبالیست به فوتبال کشور معرفی کردن. امیدواریم که باز هم این روند بتونه ادامه بشه. ببین وضعیت هیئت فوتبال تهران یه چند سالی اصلا خوب نبود، یه جوری داشت استعمار اصلا صورت می‌گرفت دیگه، همه هم می‌دونن. ولی امیدوارم یه ذره دیگه شرایط بهتر بشه، به خودشون بیان عزیزان، هرچند که با تغییری که تو رأس هیئت فوتبال ایجاد شده به نظرم
بارقه های امید هست، ولی واقعا چند سالی که فوتبال تهران نابود شده بود. حامد من یهو یادم افتاد ما یه قهرمانی هم امسال با محسن بله داشتیم دیگه، سوپر جام با هم اینجا بودیم دیگه، درسته؟ 2-1 اینجا بود. آره. و جام حذفی بود. آره دیگه 2-1 جام حذفی. جام حذفی فینال جام حذفی بود. فینال جام بچه‌ها هم خوش گذشت. چه جام جذابی داشتیم. شما بودی، بهروز لبریفر و رضا نورمحمدی و محسن کیایی. بله. بس جام دوست داشتنی که آرش هم بود. آرش کنم پای ثابت برنامه ما بود. دیگه دیگه چیز گفتیم نیاد. فروختیم لژیونر شد اون بر یکی دو ساعت پیش دیدمش. آرش دوست داشت آقای از همینجا بی سلام محسن خان، بهترین اتفاق و بهترین خاطره که تو سال 402 با در مورد پرسپولیس داشتی چی بود؟ یعنی بهترین خاطره که از پرسپولیس داری تو سال 402؟ خب همون فکر میکنم فینال بود دیگه، یعنی حضور، آره حضورمون تو این استودیو بود و همین دور هم بودنمون و اون شور و شوقی که اینجا داشتیم، اون هیجانی که اینجا داشتیم، حامد یادم قلبش گرفت. آره خوره محسن بالا سرم بود الان. آره یادم قلبش گرفت. حالا میگه من بیشتر مدیونشم، میخوام ماساژم داد اول محسن کیایی. آره. چون اون از نه محسن کیایی از استرسش نشسته بود ولی شما قلبت. آره نه میدونی از اونجا که افتادم. آره. من هیجانم خیلی رفت بالا، داشتم داد میزدم یهو دیدم نفسم بالا نمیاد، محسن ناخواسته از خوشحالی با مشت زد تو کمر من. این که زد من نفسم آزاد شد، افتادم این محسن ربیخه اومد بده، یعنی محسن ها من نجات دادن دیگه کلا. دستتون درد نکنه، من آقا مدیونم نجات دادی. ولی در کل خیلی خوش گذشت. اون جمع، اون جوی که اینجا حاکم بود و اون بازی خوبی که بچه ها انجام دادن، فکر میکنم چون با قهرمانی هم بالاخره به قهرمانی خط شد، خیلی خاطره خوبی بود. بله پرسپولیس همیشه همینه. باشه عزیزم. یه فاصله کوتاه بگیریم. اگه میشه بریم اون کلیپ رو ببینیم. چون آها بریم کلیپی که آقای خلیلی آقای خلیلی محسن داره حرفا میزنه. آقای اخلاقی خیلی دوست داره. نه آخه کلی از خاطرات جذاب 402 هم تو این کلیپ هست. بریم اونو ببینیم. بریم اون کلیپ رو ببینیم. آقای سنم میدونین کدوم کلیپ دیگه؟ بهتون گفتن؟ بله 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 خیلی ممنونم. جذابه جذابه. بریم اون کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم با شایان مرادی نصب که برامون کلی خبر داره. چه که بودم پدرم گفت پسرم باشو میخوام تو رو جایی ببرم، منو برد استادیوم اما نمیشد باورم، شدم عاشق آخرم، پرچمای سرخ تو دستای همه خوب یادمه، پدرم میگفت که این بهترین عشق عالمه، منم از همون روزا دوست دارم یه عالمه، عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین، همه پرچمای سرختون رو بالا ببرین، عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین، همه پرچمای سرختون رو بالا تیم
نیست قهرمانشان نسله جونم بهش وصله عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین همه پرچمای سرختون و بالا ببرین عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین همه پرچمای سرختون و بالا ببرین عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین همه پرچمای سرختون و بالا ببرین عشق ترین عشق زمین عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین. به افتخار پرسپولیس و بازیکنان پرسپولیس یه دست بزنید انرژی بیاد بالا که بریم سراغ خبرایی که شایان مرادی نسب آورده. سلام شایان. سلام عرض ادب خدمت آقا حامد، آقا مهدی، آقا محسن عزیز که خوشحالم یک باری کنار شما و مردم بسیار دوست داشتنی و شریف کشور عزیزم ایران. امیدوارم که پیشا پیش سال نو هم به همه شما عزیزان مبارک باشه و یه خورده این سختی کم بشه توی سال جدید. و اما پرسپولیس و پرسپولیسیا امروز باز هم منتظر یک جدال جذاب هستن برای تیمشون و آمار ارقامی که توی بازی‌های پرسپولیس و پیکان اتفاق افتاده و نسبت به سال گذشته و فصل گذشته پرسپولیس یک امتیاز بیشتر گرفته و این نشون میده که حالا ما درسته یه خورده اوایل امتیاز رو از دست دادیم به خاطر اشتباهات، ولی خب الان برگشتیم و ببینیم که میتونیم امسال هم قهرمان بشیم یا خیر. فصل گذشته ما با امتیاز 39 تا این هفته ادامه داده بودیم و امسال 40 تا داریم و فصل قبل‌ترش هم برمیگرده 45 امتیاز بیشترین بوده، 47 هم داشتیم زمان برانکو ایوانکوویچ که آقا محسن هم خودش جزو نسل طلایی پرسپولیس بوده تون رکورد 47 اینم که میبینید پرسپولیس پشت سر همه قهرمانی‌ها بوده. و اما تیم پیکان بریم سراغ تیم پیکان که نشون میده تیم چغریه واقعا و این نتایج اخیرش بوده که موفق شدن ملوان رو ببرن. ملوان تیم بسیار خوبی بوده تو این مدت، سپاهان رو بردن که البته تو این روزا از زمین و زمان باخته. داره میبازه و سه تا تساوی پیکان گلگهر، پیکان صنعت تنف و بازیشون در مقابل نساجی که نشون میده اونا 5 بازی شکست نخوردن و قطعا امروز حریف گل زدن. اینم نکته مهمیه. بله حریف بسیار سختی برای پرسپولیس و اصلا نباید دست کم گرفت. فرانم دیگه فکر کنم یاد گرفتن جلوی پرسپولیس اتوبوسی قراره بازی بشه احتمال زیاد در بازی های آینده. و پرسپولیس 27 بار از صد پیکان گذشته و 12 تقابل اخیر به 11 پیروزی برابر پیکان دست یافته که این آمار نشون میده که پرسپولیس حریف به حال همیشه برتری بوده در مقابل تیم پیکان که یقه تیمای بزرگ رو اصولا و معمولا گرفته توی سالهای اخیر. و اما آخرین شکست سرخان مقابل پیکان برمیگرده به 6 سال قبل، همون فصلی که بوریا غفوری آخرین گل دربی رو زد که باعث پیروزی شد. دلار 4 تومن بود فکر کنم. الان چنده؟ الان 64 تومن. خیلی تغییر نکرده. خیلی بده این خنده واقعا تلخ بود. به حال خنده من از گریه غم انگیزتر است. به حال تیمای به حال نشون میدی پرسپولیس عجب تیمیه که آخرین برد بعضی از تیما میره به اون سال، یعنی میره به شهریور 96. مرتضی آقاخان گل زد. اونم باختشون. بذار شاید مثلا محسن در مورد اون بازی صحبت کنیم. ما فکر کنم هفته بعدش با الهلال بازی داشتیم. آقای برانکو به 6 7 تا بازیکن‌ها استراحت داد. اونم ایسکای گل خورد پرسپولیس. فکر کنم همون دوره‌ای بود که مهدی طارمی هم محروم شد. بله. درست میگم سر اون داستان رفتنش ترکیه و اینا. بله. همون سال اول بود فکر می‌کنم. اما باستاب طرح خفن واقعا پرسپولیسیا که توی دربی چشم نواز ظاهر شد و الان شاید اگر اون پرسپولیسشو بردارم شاید فکر کنم یه آنفیلد یا مثلا تیمای بسیار بزرگ اروپایی هستش که می‌بینید به حال اتفاق جزایی بود توی دربی و این چنین شکوه و جلال و عظمت رو به رخ همه جهانیان کشید. و پیج معروف و مطرح اولترا که به حال هواداری تیفوسی تشکیل میدن این پیج رو کار کرده روی این اتفاقی توی دربی پایتخت پرسپولیسیا به حال
عملکرد خوبی داشتن حداقل توی جایگاهشون، اما بازی‌های باقی مونده تیم‌های مدعی لیگ برتر که میتونیم اشاره کنیم به بازی خودمون با پیکان، گلگهر، ملوان، سفیدا میزبانی تیم پرسپولیس، صنعت نفت، سپاهان، نساجی هوادار استقلال خوزستان، شمس‌آزا و مس رفسنجان توی ورزشگاه آزادی که امیدواریم هفته پایانی توی ورزشگاه آزادی مقابل مس سکوی قهرمانی رو چیده شده ببینیم. و اما تیم استقلال هم که بازیاش رو مشاهده کردیم. آره انضباطی دربی، ما همیشه دربی که هست آره انضباطی هم دوستان یه پولی به هر حال قراره به جیب بزنن. آره رفتم مرخصی عید فکر کنم الان بیلیتا رو گرفتم. پول بعد در بیاد دیگه. آره دیگه بعدش هم که دیگه حالا قراره بعد از این آره دربی بیاد دیگه. ببین اون سنگایی که پرت شده، اون اتفاقات داخل زمین چه به حال جریمه ای براشون در نظر خواهند گرفت. خیلی جالبه، خیلی با لطیفی خاصی، لطوفت خاصی در مورد استقلال. اگه این اتفاق رو یک بازیکن پرسپولیس تحریک میکرد که آقا بزنید با مثلا روز به چشمی رو با سنگ و بطری بزنید، همین جوری با یه جریمه نقدی و گوگلی گوگلی رد میشدید، یا الان مثلا بازیکن پرسپولیس الان حداقل 6 ماه زندان داشت. تا کی میخواید این تبعیض رو ادامه بدید؟ هیچ کسی نمیخواد به تخلفات باشگاه استقلال. جعل که هیچی، اصلا فراموش کردیم دیگه. آقا جعل سند شده، خداحافظ. این هم که هر کاری دلشون بخواد میکنن. آخه چه وضعشه؟ البته هواداری پرسپولیس هم سنگ و آباشون آماده بود که پرت کنن، ولی نیومدن تو زمین بزنن. نیومدن بر که بزنن. یه بار فقط کمک داور گیر داور رو اشتباهی زدن. بله، اینم استوری حامد کاویانپور و به حال پوشوندن صورت مهدی هاشمی نصر که تی خیلی خوب ممنون شد حالا گذاشته. واقعا من دو سه شب پیش این عکس رو شاید من فرستادم برای حامد کاویانپور. آره و دیگه حالا خودش خلاقیت به خرج داد. اثر رسانه‌ای رو شما ببینید. آره نه من میخوام ازش سوال کنم چرا ورود ممنوع حالا؟ اینم نکته‌ای که باید بعداً بهش فکر کرد که مگه ورودی بوده؟ خواب مونده. نه مگه ورودی می‌شده؟ پارک ممنوع نهایت بعد. نمیشه. من با جلسقیل بعد می‌زدم. مهدی هاشمی نصف که دوران دور زدن ممنوع. دوران طلایی واقعاً تو پرسپولیس بود این پرسپولیس. و اوایل که فوتبال نگاه می‌کردم به حال مهدی هاشمی جزو خوبای پرسپولیس بود، خیلی محبوب دیگه. دست روزگار چرخ روزگار کی؟ مهدی هاشمی نصر آدم نمیو. من یه بازیکن کوپکدار بود، کوپکدار بازی میکرد دو سه شب خواهم آورده. بله به حال تیم پرسپولیس. اما عبدالکریم حسن یکی از بازیکنان خوب و یکی از خریدهای جذاب پرسپولیس که میگن قرار رایزنی های انجام میشه که برگرده به تیم ملی قطر ملت های آسیا. رفیق آقای عبدالکریم که ایشون میگه حسن عبدالکریم. تو چیزی نگو باشه، من چیزی نمیگم. و داستانش هم جالب بوده دیگه، میدونی که یه کامنتی میذارن مردم و این میره جواب میده مگه جنگه، یعنی یه مگه جنگه گفت لیگ و تیم ملی و کشور و همه چی انداختنش. فهمید که واقعا جنگه. آره فهمید واقعا جنگه. بله اینم قرعه کشی جام حذفی که آقای مهدی عزیز اشاره کرد، بازی پرسپولیس با آلومینیوم عراق توی عراق باید برگزار بشه، اما حریفان دیگه استقلال داره با سپاهان. اما استقلال با سپاهان بازی داره فکر کنم، ولی خب استقلال ملاسانی یه لحظه ملاسانی تهران کجا بازی داره؟ اون جام باشگاه جهانه نیست جام باشگاه جهانه. بله تراکتور زباهن بازی جذاب و سختی، هوادار مثل سونگون، مثل رفسنجان و پیکان. مثل رفسنجان استقلال برد که با پیکان بازی داره. فجر و گلگهر، مس و چادرملو، ملوان، سایپا و پرسپولیس هم که گفتم. ببینیم که فینالیست جام حذفی چه تیمی خواهد بود حریف پرسپولیس. آره انشالله که تا فینال بریم. هیچ تیمی رو نباید دست کم گرفت اصلا دیگه، و همش فیناله دیگه. بله بریم بعدی. آخری بود درسته، و حالا همه چیز منتظریم ببینیم که بازی پرسپولیس پیکان چی میشه. من یه خبری هم بدم در مورد اتفاق خیلی خوبی که توی سایت باشگاه پرسپولیس افتاده. شما میتونید برید یک، حالا به غیر از اینکه طبیعت محصول مشترک داره با پرسپولیس، الان سالیان سال دیگه آیه ربیع خامی، هر کی میخواست کیت پرسپولیس رو تهیه کنه یا میرفت منیریه کیت فیک بهش میدادن، هر کسی برای خودش یه قیمتی میداد. باشگاه اومده فروشگاه اینترنتی خودش رو دایر کرده و سودش هم مال خود باشگاه است. میخوان که لباس پرسپولیس رو تهیه کنید، حتما به پرسپولیس شاپ برید، توی وبسایت باشگاهمون هم هست. 30% هم تخفیف گذاشته تا آخر امسال و تو عید هم فکر کنم تمدید شده. حتما حتما برید خرید کنید که هم کیت اصلی بتونه گیرتون بیاد، هم که سودش
برای باشگاه پرسپولیس خواهد بود دیگه، نرید متفرقه بگیرید دیگه، لباس پرسپولیس رو و هر خریدی که دارید از پرسپولیس شاپ انجام بدید که خیلی مهمه. اینم دقیقاً در حدی که تون مایه پرسپولیس یا آب معدنی پرسپولیس محصولات باشگاه پرسپولیس رو خریداری میکنید، اینم فروشگاه رسمی مخصوص باشگاه هست که فکر کنم اولین باشگاهی هم باشیم که فروشگاه خودمون رو در کشور که فروشگاه فیزیکی هم به زودی دایر بشه انشالله. یک مشکل خیلی کوچیک فنی داریم، بریم برگردیم باز در خدمتتون خواهیم بود. میکنه شما این پوسترها و این طرحهایی که میبینید کار دوست خوبم آرتینه که حالا بیشتر تو معرفیش کن دیگه. بله آرتین عزیز به حال جز از اون پسرهایی که خیلی خلاقه، یه سری از از مهدی اخلاقی و علیرضا اشرف که اینجوریه دیگه داستان. بریم یه بخشی رو ببینیم، بریم یه بخشی رو ببینیم. ما به عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما میجنگیم، قلب ما همیشه با شماست و فکرتون هست، دوستتون داریم و میخواییم که سالم بمونیم، برای همین ازتون میخواییم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست، ما هوادار سلامتی شما هست، خواهی شما همیشه اینجا. بله عذرخواهی ما رو پذیرا باشید، بالاخره پخش زنده است و این وضعیت اینترنت هم خرابه. آقای محسن خلیلی، آقای محسن ربیخواه، نظر در مورد اخبار و این آماری که دیدیم چیه؟ ببینید همیشه خب به هر حال آمار و اینا خیلی دنبال آمار و ارقام اینا هستن، ولی فوتبال اصلا اینجوری نیست، فوتبال اصلا رو نداره به قول ما فوتبالی ها. شما یه روز خوبی یه روز بدی، یه دفعه میبینی مثلا 5 هفته همه رو میبری، تو یه روز میای مثلا به یه تیم ته جدولی بازی رو واگذار میکنی. اصلا فوتبال میگم رو نداره و قابل پیش بینی نیست و جذابیت فوتبال هم به خاطر همین غیر قابل پیش بینی بودنشه و من خودم زیاد علاقه ای به آمار ارقام ندارم. نداره. خب یعنی میگی که آقا این عدد هستن، فقط عددن، ما تو روزی که بازی کنیم مهم. دقیقا، یعنی اون 90 دقیقه که شما تو زمین هستی اون فکر میکنم مهمترین چیز هست. تو خودت همیشه آمارت فوق‌العاده بود، یعنی بعد بازی که آمارا میومد، مثلا تو بازی آسیایی که چیزی به اسم آمار وجود داشت، ما تازه بعد چند سال امسال داریم، یعنی امسال هم که تو این دو صفحه داریم میبینیم دیگه برتر ما هم داره یه سری آمارا رو میده، ولی تو همیشه آمارت فوق‌العاده بود، زنده باشید. درسته بازی به چشم نمیومد ولی آمارت فوق‌العاده بود و در مورد شخص خودت همیشه آمار اتفاقا درست میگفت. حالا اونجا اجازه بده اونجا آمار رو قبول کنی. نه اجازه بده من باز مخرب نباشم. آخه میدونید چیه؟ نه آمار خب اون عمل کرده من بوده. شما اینکه بخواید نسبت به آمار گذشته بخواید بگید که این بازی هم همچین اتفاق میفته، این به نظرم اشتباهه. اون گذشته که اصلا یه تیم یه چیز دیگه بوده بود. شما میگید اون فرق اون عمل کرده من بوده تو اون 90 دقیقه. آنالیز بوده و من فکر میکنم آمار
کسی خوب میشه، آمار تیمی خوب میشه، بهتر میشه که تو طول هفته، تو طول سال بتونه اون تلاش و اون نیازهایی که تو بازی آیندهش داره بتونه خوب اجرا کنه تو تمرینات. و تمرین یک هفته قبل خیلی مهم هستش برای بازی، و امیدوارم که پرسپولیس این هفته خوب تمرین کرده باشه و ایشالله این بازی رو با برد پشت سر بذارم و کاری به آمار ارقام نداشته باشه. آقا مثلا بازی بوده که تو بازی بد بودید ولی بردید، یعنی خودتون گفتید آخش مثلا خدا رو شکر خیلی پیش میاد. البته من یه چیزی به شما بگم، ما یه موقعی میشد حتی بازی رو میبردیم میومدیم تو رخکن، آقا سید دعوا را مینداخت. بله اینو شاهدم. بله ما چون انقدر بچه های ما اون موقع از نظر ذهنی قوی بودن، یعنی ذهن برنده داشتن، ما یه بازی میومدیم 1-1 برده بودیم، 2-1 برده بودیم، میومدیم تو رخکن همه ناراحت بودن، دماغ بودن، این چه بازی بود کردیم، نمیدونم چرا اینجوری شد، با بازی رو بردیم. اگه یادت باشه فکر کنم بازی که 3-1 بردیم و یه بازی جلوی همین پیکان هم بود، نمیدونم یه گل خوردیم که فکر کنم سیامک نعمتی اشتباهی کرد، گل خوردیم توی رخکن، آقا سید اصلا عصبانی، اصلا ما اصلا تیممون میگم اون موقع بازیکن‌ها اینقدر از نظر روحی روانی بالا بودن، به خاطر همین بود و هستش که این قهرمانی ها هی داره تکرار میشه و پشت سر هم بود، 5 بار پشت سر هم، به خاطر اون روح و روان بسیار قوی که بازیکن ها و اون مجموعه داشتن این اتفاق میفته. یه بازی خیلی خوب من یادمه از پرسپولیس پیکان که خودت هم بودی تو شهر قدس، که فکر کنم 3 گل زدیم و مهدی طارمی 1-2 گل وحشتناک خوب زد که اصلا از همونجا شاید روند قهرمانی شکل گرفت. آره تو شهر قدس دو سه بار باهاشون بازی کردیم و همه هم بردیم. خب اونجا یه بار که وحید فکر کنم یه ضربه سر زد، دروازه‌بانشون اشتباه کرد، علی پور برگردون زد، آره یکی دو تا هم همین مهدی، آره میگه مهدی گل خیلی خوبی زد. آره خوب. من قشنگ یادم اون بازی بود، شهر قدس زمین خوبی بود، آره اومد داشت برام بازی، آره استادیوم بودم فکر کنم اون بازی. در کل بازی‌های پرسپولیس پیکان همیشه بازی‌های خوب و جذابی از آب در اومده و همیشه هم پرسپولیس خوب بازی کرد، امیدواریم که به قول شما مثل آمار این بازی هم خوب در عذاب در بیاد و ان شاءالله همه بعد از بازی مهمتر از همه هوادارا با خوشحالی به تعطیلات برن. لیگو چطور می‌بینی و پرسپولیس و عثمان رو؟ یعنی فکر می‌کنی در نهایت در رقیب اصلی پرسپولیس چه تیمایی هستن و پرسپولیس و عثمان رو چجوری می‌بینی؟ ببینید آقا تهرانی، من اون تایمی که آقای یحیی از پرسپولیس رفت من یه ذره نگران شدم. نگران شدم از این بابت که خب بالاخره با بچه‌هایی که در ارتباط بودم تو اطراف تیم و کنار تیم بودن یه ذره میگفتن شرایط روحی روانی تیم خوب نیست و یه مقطعی واقعا همینطور بود و حالا مدیریت با بازیکن‌ها، بازیکن‌ها با مدیریت، با کادر فنی مشکلاتی پیش اومده بود، ولی خدا رو شکر الحمدلله آیا عثمان فکر میکنم خوب از پس مشکلات بر اومدن و سبک بازی هم که دارم بازی میکنم بازی تماشاگر پسند و بازی روون و شناوری هستش. جلو فولاد دیدید؟ اصلا بازی قشنگ بازی میکنم. یاد پرسپولیس برانکو سال اول نمیافتی؟ من یاد اون پرسپولیس که حالا گل هم میخوردی. اصلا کلا پرسپولیس این چند ساله، این 6-7 ساله تو یه لول داره بازی میکنه. یعنی شما نمیتونید بگی یادش میاد چون همون راه رو ادامه دارن میدن. نه خب بعضی موقع بوده به بردای اختصاصی حسن نبود. موسم فصل بعدش حسن تا اومد قهرمانی ها شروع شد. آره. قهرمانی ها تو نبود. اون نایب قهرمانی من نبود. آره ولی خب میگم بازیاشو فکر کنم به یادت باشه. پرسپولیس تو هر بازی بالای 17 18 موقعیت گل، یعنی من یادمه حتی بازی که به سپاهان باختیم 3 برابر سپاهان موقعیت گل داشتیم و میگم هوادار از باخت تیم ناراحت نمیشد چون زیبا بازی میکرد. درست. ولی میگم الان شرایط تیم خدا رو شکر خیلی خوب شده. و امیدوارم که البته بعد اینم بگیم که خریده خیلی خوبی هم داشته باشگاه و اضافه شدن آقای خداوندلو، اورونوف اینو نگو تو بگو بعد اون یکی عبدالحسن کریم من میگی ما هم اشتباه میگیم. آره اینا واقعا فکر میکنم خریده خیلی خوبی بودن و فکر میکنم تو نیم فصل دوم خیلی بتونن کمک بکنن به تیم و امیدواریم که همینطور باشه و آخر فصلم جام دست امید بشه انشالله.
دل تنگ نشده برای پرسپولیس، برای بازی کردن تو پرسپولیس؟ به هر حال طبیعی هستش آدم دلش تنگ بشه، ولی خب به هر حال باید با این واقعیت آدم کنار بیاد که یک روزی باید از این چرخه بری کنار. عمر قهرمانی خیلی کوتاه. بله. برای پرسپولیس استادیوم رفته بودی شما حالا قبل از اینکه فوتبالیست بشی؟ من خیلی سال پیش فکر کنم بچه بودم. آره با برادرم با مهدیمون. فرهاد استقلالی بود. فرهاد استقلالی بود، فرهاد پاسی بود. پاسی. فرهاد تو سال فکر می‌کنم 70-71-2 فکر می‌کنم تو ردای جوانان یا امید استقلال بود که با بزرگان می‌رفت. آره. ولی تو نسل طلایی پاس هم بود دیگه. آره تو نسل طلایی پاس بازیکن خیلی خوبی. آره. و محسن اولین بازیت واسه پرسپولیس اگه حافظه درست یاد بازی با سایپا بود. سایپا بود. تو تختی توسی هم پوشیدیم، کمال کامیابی هم گل زد و من خودم تو استادیوم بودم و آره یکیچ بردیم. خیلی هم کچل کرده بودن واسه اون بازی. آره خیلی کچل کرده. میتی و علیپور و فرشاد اینا بود. و همون بازی هم دفاع چپ بازی کرده دیگه. دفاع چپ بودم. خیلی زود گذشت، یعنی برمیگردیم انگار مثلا همین آره. دیروز بود. و چقدر آره. افتخار تو به دست آوردی با پرسپولیس، چقدر خاطرات خوب ثبت کردی و این واقعا گذر عمرسا، یعنی انگار همین دیروز بود که مثلا تازه محسن ربیع خان اومد پرسپولیس اولین قهرمانی لیگ. اصلا من هنوز یادم روزی که اومد تو باشگاه قرارداد بست و اینا من گوشیش داد گفت آقا من نمیدونم محمد بی این صفحه اینستاگرام مثلا آره، خود من اینستاشو براش باز کردم. اینستاگرام هم هک شد اصلا. آره یه بارم هک شد دوباره براش اومد. 6 ماه نداشتم دوباره یه بار بزنم. مثلا این آدم خواستم بپرسم از اون اولین بازی که تو لیگ برتر داشتی با پرسپولیس تا به امروز اصلا تغییری تو سطح کیفی لیگ برتر داری می‌بینی یا نه؟ یعنی چیزی عوض شده اصلا؟ به سمت پیشرفت رفتی؟ پرسپولیس رو نمیگم، کلیت لیگو دارم میگم. من فکر میکنم نه به سمت پیشرفت نرفت. ما افول هم کردیم. نه تنها پیشرفت اون مثلا ورزشگاه فولاد شهر بوده که مثلا اضافه شده ورزشگاه یا ورزشگاه نقش جهان بوده. ورزشگاه آزادی خرابش کردن. خراب. همین دوتا ورزشگاه بوده و از نظر آخه نقش جهان هم بود اصلا از قبل از اینکه آره. شماها آره نه کلن منظورم تنها تغییرش همین بوده، یعنی از نظر فنی و کیفی و حالا سطح برگزاری و اینا بشه. آره نه از نظر بازیکن ها که فکر میکنم سطحشون افول کرد یعنی هر سال ضعیفتر میشن، حالا از زمان ما هم بوده، قبل ما هم بازیکن ها که قبل از ما بودن خیلی قوی تر از ما بودن، این یه چیز طبیعی، ولی الان به شدت این حس میشه که مربی‌ها واقعا با کمبود بازیکن مواجه هستن. یعنی واقعا من دارم میگم لیگ آزادگان قبل از لیگ برتر. بله. شما مقایسه بکن. بله. با لیگ برتر اون موقع چه ترافیکی مثلا بله. تیم ملی تو خط حمله بود، چه دقیقا. ترافیکی تو هافک، چه ترافیکی تو دفاع، دروازه‌بان هم کم نداشت، ولی خب مثلا احمدرضا عابدزاده بود، ولی خب مثلا داشتیم باز دروازه‌بانای خیلی خوبی داشتیم. الان کم داریم، یعنی تو دفاع الان به غیر از این که مثلا بگم حسین کنعانی، حالا شجاع خلیل‌زاده که مثلا مدافع ما هست، شما چند تا دفاعی خوب میتونی اسم ببری؟ من اصلا کاری به دفاع نه، الان انقدر ما کم بوده مهاجم داریم تو کشورمون، یعنی باشگاه همه با این موزل یعنی واقعا دارن دست و پنجه نرم. یه تیم هم از کل مهاجما رو خریده، عمر گذاشته رو نیمکت نشونده اصلا که اصلا مهاجمایی که من ببخشید شیش تون باشن الان انگوش شمارن تو لیگ دیگه، شبیه به علی دایی نداریم. من یادم مثلا سال 77-8 و اینا پرسپولیس مثلا 4-5 تا فوروارد خیلی خوب داشت، ادمون بزیکو داشت، بهنام سراج رو داشت، بعد مثلا کوروش برمک آقای گل لیگ شده بود اومده بود پرسپولیس، چه میدونم علی باغ میشه بود و یه ترافیک وحشتناکی بود، ولی خب الان ما یه نیم فصل فقط با یه مهاجم تو استقلال هم مهاجمای خوبی بود، فقط با یه مهاجم تو سپاهان هم سر کردیم، خیلی تفاوت داره. تازه حتی دهه 60 محسن، حالا من که حالا فیلم ها و کتاب ها و اینا شد دیدم و خوندم، ولی خب مثلا ما تیم الف و ب و جیم هم داشتیم آره که اصلا وحشتناک بودن. آره ببین یواش یواش همیشه ترکیب رو ببینیم بعد بگیم، اینم ببینیم بعد صحبتتو بکن ترکیب رو ببینیم. من همیشه میگم الان به بچه ها مثلا میگم الان اگه علی پور برگرده ایران
آره. قشنگ رو دفاع قشنگ رد میشه. یعنی اگه با همون آمادگی برگره الان که ان شاء الله برمیگرده سال دیگه. ان شاء الله. یعنی از رو همه دفاع قشنگ رد میشه. آره دیشب هم گل زد. علی دیگه کارو به خودت زدی. تیم برگاه تیم خوبه خوبه. ترکیبو میخونی شایان؟ بله، ترکیب علیرضا بیرانوند، امید آلیشا، فرشاد فرجی، مسعود ریگی، حسین کنعانی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، محمد خدابندلو، عبدالکریم حسن، حسن اورونوف، ایسال کثیر. دو تا تغییر نسبت به دربی که خدابندلو و حسین کنعانی برگشتن به ترکیبو به خاطر محرومیت سروش رفی و به هر حال مصدومیت گورگی گولسیانی تغییراتی نسبت به دربی داریم. آره، من نبود علی نعمتی. هفته پیش بعد میگفتم چون با بچه حقوقی باشگاه هم صحبت کردیم در مورد کارتی که حسین کنعانی زادگان گرفت، باشگاه اعتراض کرد و شکایت کرد. توی قانون اومده که اگر داور قبول کنه که کارت رو اشتباه داده و ببینه صحنه رو قبول کنه، کارت پاک میشد. باشگاه اعتراض کرده بود و تمام پیشکسوت‌ها گفتن که کارت اشتباه است، ولی آقای داور قبول نداشت که کارت اشتباه نداده، برای همین کارت حسین کنعانی پاک نشد در بازی قبلی. یعنی تیم حقوقی باشگاه آقای هومن هدایتی این رو واسه مطلبش رو فرستادن که شکایت کردن، اعتراض زدن و بعد داور هم قبول میکرد که این کارت رو اشتباه داده و نامش رو که امضا میکرد کارت پاک میشد. ولی دیدن تصاویر هم یعنی قانع نشدن که اشتباه کردن. حالا میبینی که شده، اصلا اون کارت رو دادن که بازی نکنه. البته فرقی هم که ما فرجی و نعمتی هم تو زمین نمیداشتیم، اونا حمله ای نکردن که میتونستیم آره بدون دفاع میتونستیم بازی کنیم. بریم یواش یواش آماده بشیم، یه فاصله کوتاه بگیریم. فقط سری چند چند میشه بازی؟ من که خودتون میدونید اصلا نتیجه نمیگم. ان شاء الله که میبریم. ان شاء الله. ان شاء الله میبریم. آیا اخلاقی؟ سه هیچ. سه هیچ. دو هیچ یا دو یک. ولی دو تا رو میزنیم. گل نخوریم دیگه آقا. کلیشیت کن. باخه جله فولاد انقدر گلای بعدی خوردی الان ششم ترسیده. نه نه. منم حسم رو دو هیچه. ان شاء الله که ترابی میزنه و اورونوف. اورونوف متوجه نشدم. یه بار دیگه یه دو سه دقیقه ای فرصت داریم. یه کوچولو در مورد سبک بازی پیکان هم صحبت کنیم. اگر پیکان هم بیاد اتوبوس بچینه، ما باید چیکار کنیم که این اتوبوس یه ذره جابجا بشه؟ ببینید آقا احمد، اصلا یه چیز طبیعی هستش. شما بخواید فوتبالی نگاه بکنید، یه چیز طبیعی هستش. وقتی شما در مقابل یه تیم قوی تر خودت بازی داری، باید بالاخره احتیاط بکنی و دفاعی کار کنی و چش به ضد حمله ها داشته باشی. حالا مهرهای خودت هم نگاه میکنی، مهرهای تیم حریف هم نگاه میکنی، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ولی من شناختی که نسبت به آقای عنایتی دارم و این چند ساله که سبک مربیگریشون رو دیدیم، تیماشون خداوکیلی همیشه فوتبال بازی میکرد. حالا آقای عنایتی همیشه تیمش فوتبال بازی میکرد و دنبال ضد فوتبال اینا نیست. حالا اگه کار دفاعی هم بچینه، آقا بعضی الگو بد در میاد. اگه کار دفاعی هم بچینه، دنبال این هستش که نتیجه بگیره از اون کار دفاعیش. دنبال این نیستش که فوتبال تیم پرسپولیس خراب بکنه. و فکر می‌کنم بازی جذابی باشه ان شاء الله. تیم ملی امیدم که عملکرد درخشانی داشتن دیگه. آره حالا کلا حالا بجز حالا تیم ملی امید کار به غیر از تیم ملی و به غیر از هوادار و به غیر از تیمی که حضور داشتن بعد از 600 آقا من دارم آمار رو میگم. نه فوتبالی که ارائه میده، آمار اوکی آقا بعدش فوتبالی که ارائه میدن فوتبال قشنگیه. فوتبال مهمه. فوتبال جذاب. کلیه جلوی سپاهان خوب بازی کرد. فوتبال جذاب. ولی هیبرید مهمه. فوتبال دیگه تو بالاخره میبازی میبری. مهم نیست که هر جام فلزی که به درد ما نمیخوره که. هیبرید رو رعایت کنید. بازیکنام دارن میاد کم کم آماده آره کم کم آماده شید. و اینم بگم که امروز شایان بازی رو براتون گزارش میکنه و رخصت از آقا مهدی عزیز آقا حامد حداقل یه امروز چرا من که گزارش کردم نیست امروز از دست من خلاص میشید. شایان براتون بازی رو گزارش میکنه. نه نه به تلکونی آقا به تلکونی شالا آقا قرون خیلی تو همین. ولی جفت گزارشگرای ما عالی هم. این بازی هم با گزارش شایان میریم جلو که شایان هم همیشه خوشیوم بوده و با گلای خوشگل زدیم دیگه. اون تیکه معروفش گل آردویی. بازم تاکید میکنم اگر مشکل دارید با پلتفرم اینستاگرام و یوتیوب فیلتراتون خوب کار نمیکنه، برنامه ما رو با گزارش اختصاصی شبکه پرسپولیس میتونید در سایت آپارات تماشا کنید با کیفیت خیلی بالاتر و سرعت بالاتر. برید سایت آپارات و برنامه ما رو تماشا کنید که بازی هم دیگه برای مراحل اولیش مراسم
اولیش برگزار میشه. اینا به جان خودم اومدن اتوبوس به جنان این چهرهایی که من دارم میبینم عقب اتوبوس میشست. آره اینم ترکیب پرسپولیس عیسی آل کسی رو میبینیم در تصویر و نماینده هوادارا که بعد از سالها روی سکوی پرسپولیس بودن اومد. خیلی هیجان داره، خیلی هیجان داره. من یه جورایی میتونم درکش کنم، خودم میذارم جاش که مثلا من همین حس رو من تا حدودی داشتم موقعی که گزارش پرسپولیس تو ورزشگاه. آره، من این حس زمانی داشتم که اومدم توی باشگاه پرسپولیس کنار تیم قرار گرفتم و گولا و رو سکوی قهرمانی کنار بچه‌ها بودم. خیلی لذت بخش بود. پرسپولیس دیگه زمان نداریم، یه فاصله کوتاه با شایان مرادی نسب برمیگردیم. میزنه قلبا قلب زن و ازدار تا خدا بفرست طبیعت چه هیجانی میشه برپا زربان قلبم آروم و منظم زیر ترانسه نوش جون خاطر جمع. هزار قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه‌کشی هزار قلب طلایی تا سقف 100 میلیون تومان لطفاً کد روی محصولات را به شماره 1047-19 ارسال نمایید. قلبم با طبیعت. ما به عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما می جنگیم. قلب ما همیشه با شماست و فکرتونس. دوستتون داریم و می خواهیم که سالم بمونیم. برای همین ازتون می خواهیم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست. ما هوادار سلامتی شماست. برای شما همیشه اینجا. خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به فوتبال و البته تیم پرسپولیس. بریم به ورزشگاه آزادی تهران. هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج همیشه فار، جایی که تیم پرسپولیس در حضور بانوان و آقایان پرسپولیسی که جو خوبی هم توی این مسابقه فراهم کردن، ببینیم. ما به عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما می جنگیم. قلب ما همیشه با شماست و فکرتونس. دوستتون داریم و می خواهیم که سالم بمونیم. برای همین ازتون می خواهیم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست. ما هوادار سلامتی شماست. برای شما همیشه اینجا. بله، تا ثانیه‌های دیگه آقای کوپال ناظمی قضاوت این بازی رو آغاز خواهد کرد. پرسپولیس پیکان، بازی حساسی که در لیگ برتر کشورمون تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. بله، هواداره دوست داشتنی پرسپولیس که توی ورزشگاه حضور دارن، به هر حال منتظر پیروزی تیمشون هستن توی این مقطع حساس لیگ برترمون. پرسپولیس در جدول رده‌بندی در رتبه دوم قرار داره و این فاصله 3 امتیازی با استقلال حفظ شده بعد از دربی، و امیدواریم که به حال امتیاز رو کسب کنیم. از اون برم استقلال یه توقفی داشته باشه و بتونیم به صد جدول برگردیم. حلقه اتحاد پرسپولیسی ها رو دیدیم و این چهره استون اورونوف، ستاره ازبکستانی پرسپولیس توی این روزهای اخیر. بریم سراغ ترکیب پرسپولیس، ضمن که چهره عثمان رو هم دیدیم. علیرضا بیرانوند، امید آلیشا، فرشاد فرجی، محمد حسین کنعانی زادگان، مسعود ریگی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، محمد خدابندلو، عبدالکریم حسن، استون اورونوف و عیسی آل کثیر 11 تای پرسپولیس هستن و این چهره رضا عنایتی هم این بازیکنان رو وارد زمین کرده. محمد ناصری، ایمان اکبری، سامان نریمان جهان، غلامرضا ثابت سیمانی، حامد پاکدل، علی قربانی، علی اکبر رنجبر، سید محمد ستاری، محمد آژیر، محمد جواد آزاده و محمد حسین فلا هم 11 تای تیم پیکان هستن توی این بازی. بیرانوند و پرسپولیس مورد تشویق هواداران قرار میگیرن تا
از این ثانیه با قضاوت کوپال ناظمی بریم سراغ جدال حساس سرخ پوشان پایتخت و پیکان. به حال این بازی هم میتونه جزو شهرآوردها محسوب بشه، هر دو تیم تهرانی هستن. به حال بعد از شهرآورد اصلی تهران که هفته گذشته اتفاق افتاد و پرسپولیس نتونست و نشد که سه امتیاز رو بگیره و در این مسابقه این شانس رو داره تا بتونه خودش رو به صدر جدول نزدیک بکنه. آلیشا رو زمین افتاده و ببینیم که توی همین ابتدای کار پرسپولیس میتونه حملاتی رو خلق بکنه بری دروازه پیکان یا خیر. بله دوستان عزیز و بیننده هم میتونن از آپارات ما رو تماشا بکنن، با گزارش اختصاصی همراه شما ایزان هستیم، همینطور لایو پیج باشگاه بزرگ پرسپولیس که امیدواریم لحظات خوب و خوشی رو در کنار هم تجربه بکنیم. ارسال از سمت راست به روی دروازه که ناصری توپ رو مشت کرد. سمت چپ عبدال کریم حسن توپ رو میاره رو به عقب محمد خدابندلو. قطعا امروز و امشب شب بزرگی برای این بازیکن، برای اولین بار در ورزشگاه آزادی به تیم محبوب خودش داره فیکس بازی میکنه. باز هم خطا برای پرسپولیس، درست همونجا که لحظاتی پیش خطا انجام شد. در این مسابقه پرسپولیس بازیکنان مصدوم و محرومی هم داره. سروش رفیعی، گیورگی گبلستیان، اینجا رو با هم ببینیم. ارسالی که انجام شد به روی دروازه و ناصری خروج کرد و توپ رو زد. مهدیه ترابی پشت توپ قرار گرفته. 2 دقیقه زمانه بازی گذشته و همچنان توپ در زمین پیکانه. بازم ترابی این بار نرم به روی دروازه، این ضربه سر و باز هم ناصری توپ رو مشت کرد که البته پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا بود. کمک اول آقای علیرضا مرادی هستش، اینجا رو ببینیم که کاملا مشخص بود که آل کثیری در آفساید قرار داشت. ناصری باید کار رو به جریان بندازه. بارها و بارها در مقابل پرسپولیس این دروازه‌بان بازی کرده و یه روحیه وقت تلف کنی هم داره توی وجودش محمد ناصری که امیدواریم به اون لحظات نرسیم. زبی سرور علی قربانی میزنه، مهاجم ناماشنای تیم پیکان. در تیم استقلال بازیاش رو به خاطر داریم، همینطور در تیم نفت تهران و به تیم آذربایجانی رفت و به حال سابقه حضور در تیم ملی آذربایجان رو هم داره علی قربانی پیکان. اینم حامد پاکدل. حامد هم مثل محمد خدابندلو از کودکی پرسپولیسی بود، افتخار حضور و پوشیدن لباس پرسپولیس رو هم داشت و به حال جدا شد از این تیم. سمت چپ ارسال زمینیه، اونجا مدافعان پرسپولیس توپ رو میزنن. کنانی توپ رو برگشت میده، حالا پیکان داره بالا بازی میکنه. گرکت از سمت چپ زمین، توپ رو باز هم پرسپولیسیا میزنن، از همونجا شوت رو میزنن که بیرانوند در 2 مرحله توپ رو گرفت. ترکیب رو هم پایین میبینید در تصویر، همون ترکیب بود که انتظار میرفت از اسمار که توی این بازی وارد زمین کنه. پرسپولیس رو نیمکت علی نعمتی، ابوالفضل بابایی، وحید امیری، سعید صادقی، امیررضا رفیعی، گیورگی جبلسیانی، محمد میلان سرگی، وحید یعنی اسخای میگم وحدت هندانوف که تولیز وحید نوشتنش و سینا اسدبیگی بازیکنانی هستن که رو نیمکت حضور دارن. سمت راست توپ بازیکن پیکان در اختیار دارن. پاکتل، سامان نریمان جهان توپو میاره به سمت چپ. محمد ستاری بازی داره آروم دنبال میشه توی این لحظات. 5 دقیقه ابتدایی که پرسپولیس یکی 2 موقعیت رو اوورد نصف و نیمه، ولی خب فعلا در امر گلزنی موفق نبودن. بازم علی قربانی، پرتاب رو پرسپولیسیا باید انجام بدن. دانیال اسماعیلی فر توی این هفته ها داره خوب کار میکنه. دانیال عبدالکریم، یه لحظه اشتباه، مدافعان پیکان و سون اورونوف آفساید.
بازم پرچم آقای مرادی به نشانه آفساید بالا است. کوپاله ناظمی هم تأکید میکنه و تأیید داره که به حال این صحنه آفساید استون اورونوف رو خط آفساید بود. قرعه کشی جام حذفی هم انجام شد. پرسپولیس یک بازی فوق العاده سخت رو داره با آلومینیوم در عراق. چند هفته پیش در اولین حضور اسموری نیمکت پرسپولیس هم آلومینیوم پرسپولیس بازی کرد که متحمل شکست شد و به حال امیدواریم که دیگه از این اتفاقات نیفته. اورونوف سمت چپ فضا داره برای گلزنی خودستون. اورونوف با پای چپ ارسالش انجام داد که خب مدافعان پرتعداد پیکان توپ رو میزنه. مسعود ریگی سمت راست بازم ارسال و ضربه سری که ایسال کثیر میزنه و ناصری توپ رو میگیره. امید اول گلزنی پرسپولیس این ایسال کثیر. ارسال انجام شد. دو بازیکن پرسپولیس آفساید بودن که خودشونو کندن از تله آفساید. دقایق ابتدایی بازی پرسپولیس فعلا داره آروم بازی میکنه. توپ در اختیار بازیکن پرسپولیس در سمت چپ عبدالکریم اسد را میندازه. اورونوف رو بازم فرصت برای پرسپولیس. یه بازیکن از پیش رو برمیداره. بازم فضا برای گلزنی که مدافعان پیکان توپ رو میزنن. توپ بیرون رفت و بازی متوقفه. هفت دقیقه و 18 ثانیه زمانه. بازی گذشته بازی بدون گل در جریانه. فرجی توپش میاد به سمت چپ. عبدالکریم حسن چه سارتی زده سمت چپ زمین. توپو نگه داشته منتظر ارسال. فرصت برای پرسپولیس. دهانه دروازه مهدی ترابی. توپو برمیگردونن باز هم سمت راست. ارسالشون زمینیه. مهدی ترابی دنبال یار خالی میگرده. بازم پرسپولیس. دانیال اسماعیلی فرکه. توپو باز هم ناصری میگیره. 8 دقیقه گذشت. همچنان بدون گل مساوی. این لحظه بود که عبدالکریم سمت چپ اینجا یه سر توپ زد و جا گذاشت مدافع پیکان رو و از اشتباهات مدافعان پیکان نتونستیم استفاده بکنیم. سمت راست بازم پیکانی ها توپو دارن. یه توپ بلند میاد به بیرانوند میرسه. علیرضا بیرانوند امسال برخلاف فصول گذشته نتونسته توی رتبه برترین کلینشیت ها قرار بگیره. فرشاد فرجی توپو اورونوف میاره به سمت راست که ارتباط رو قطع کردم لحظاتی. ریگی مهدی ترابی رامین دازه اونجا. امید علی شاه رو در کنارش اونجا بازیکن پیکان توپ رو زد که ایمان اکبری باشه. به حال پرتاب برای پیکان باید شکل بگیره. این لحظه یه که برخورد داشت امید علی شاه با اکبری که داور خطا رو گرفت به سود پیکان. مشهد فرجی در تیم پدیده مشهد بود که یه گل حساس رو زد و باعث شد که حسن همون سال پرسپولیس واقعا کارش سخت بشه. اکبری سمت چپ میخواد را بنداز. این اتفاق رخ نمیده به خاطر پوشش فرجی. زمین دروازه رو باید بیرانوند بزنه.
چرا یه رضا عنایتی زمانی که بازی میکرد قطعا بدون سردیری که از بهترین مهاجمان فوتبال ایران بود رضا عنایتی در عرصه مربیگری و حال تیمایی مثل هوادار پیکان بودن که عنایتی سرمربیشون بود و بیشتر اواسط جدول بود. بازم به ایران میرفت از اون اشتباهات هفته‌های گذشته رو تکرار کنه. سمت راست در آفساید قرار داره که کاملا هم درسته. یه بازی فوق‌العاده حساس در اف ای کاپ انگلستان بودن یه دقیقه دیگه برگزار میشه که منچستر لیورپول و اولد ترافورد به مسافه همدیگه میرن. بازی همزمانه لیگ خودمونم آلومینیوم نساجی دقیقه 6 اون مسابقه است بدون گل. زباهن یکی جلو از تیم مثل رفسنجان و سپاهان هم یک گل به گلگوهر زد توسط رضا شکاری. بله میلان هم 2-1 کلاس ورونا رو موفق شده ببره به خاطر آقای مهدی اخلاقی که میلانی سرسخته. به حال یه درگیری هم اینجا رخ داده از ناحیه سرصورت دچار مصدومیت شدن اینجا اوه بچورم برخورد کردن. کادر پزشکی بالا سر دو بازیکن هستش. به حال امیدواریم که مشکل خاصی براشون پیش نیاد. قربانی در تیم استقلال عمل کرده آنچنان خوبی رو نداشت. چرا یه ستاری رو میبینید در تیم پیکان بود یه مقطع جدا شد و دوباره به پیکان برگشت و مهدی تارتار به زباهن رفت و بعد از جدا شدن تارتار دوباره به پیکان برگشته. اسمار صحبت میکنه با عبدالکریم بهترین بازیکن سال آسیا در سال 2018 که جزء خریدهای فوق‌العاده این چند سال اخیر فوتبال ایرانه. علیرضا بیرانوند کوتاه کار میکنه. استون اورانوف ایسال کثیر توپش میاد به سمت راست. کنترل از مهدی ترابی ارسالش بلنده و تند و تیزه که ناصری توپو گرفت. داره تلاش میکنه پرسپولیس. هواداری دوست داشتنی پرسپولیس توی سرما گرما توی وسط هفته آخر هفته به حال هیچ وقت تیمشون رو تنها نمیذارن. یکیت خوب رو اینجا آزاده انجام داد غلام ثابت‌ایمانی. مسعود ریگ رو زمین افتاده غلامرضا ثابت‌ایمانی. سامان نریمان جهان. سامان هم توی پرسپولیس زمان برانکو ایوانکوویچ حضور داشت توی مقطع کوتاه. بی توجه دارن بازی رو ادامه میدن بازیکنای پیکان که آفساید گرفته شد. محمد حسین فلاح حرکت کرده بود یه گل حساس رو به سپاهان زده بود در فصل‌های گذشته. باز هم کادر پزشکی بر بالا سره ثابت ایمانیه. کوپال ناظمی هم وقت رو نگه داشته تا در پایان 45 دقیقه منظور کنه. این لحظه یه که حرکت انجام شد و رو زمین افتاد. یک رو با زمان بازی گذشت همچنان بدون گل مساوی. پرسپولیس پیکان. استون اورانوف در جام ملت‌های آسیا با تیم ازبکستان در آستانه فینالیست شدن بود که توسط تیم ملی قطر قهرمان مسابقات حذف شد.
دانیال پرتاب را انجام میده رو به عقب. علیرضا بیرانوند سنگروان پرسپولیس بازی رو میاره به سمت چپ. توپ بلنده به بیرون رفته یا نه که با سوت داور، یعنی توپ بیرون رفته و پرتاب باید انجام بشه. بازی استقلال خوزستان فولاد ملوان صنعت نفت و شمس‌آذر رو تراکتورم شروع شد. دقیقا یکی دو دقیقه پیش و یه بازی دیگه میمونه. هوادار استقلال که ساعت 21 در پاس قوامی در ورزشگاه پاس قوامی باید اون بازی برگزار بشه. کنانی محمد خدابندلو توپو میارم به چپ، فرشاد فرجی، استان اورانوف خیلی داره تلاش میکنه پرسپولیس که بتونه روزنه ایجاد کنه برای نفوذ به دروازه پیکان. فعلا راه ها بسته است. تندو تیزه به توپ میرسه، چقدر خوبم رسید مهدی ترابی، خوش تکنیک. اونجا بازیکن پیکان توپ رو زدن. محمد حسین فلاح مانع نفوذ ترابی شد. پونزده دقیقه اول 59% پرسپولیس 41% پیکان مالکیت توپ رو داشتن. عبدالکریم استون اورانوف مرکز متمایل شده توی این لحظات. امید علی شاه توپ رها کرد برای مهدی ترابی، بازم اورانوف توپ میگیرن. پیکانی که دارن خوب دفاع میکنن توی این لحظات. مسعود ریگی در دایره میانی میدان توپ رو در اختیار داره، توپش میاد به سمت راست، بازم مهدی ترابی بدن عالی رو اومد، پاسش هم خوبه برای آل کثیر که ارتباط قطع شد توسط مدافعین سید محمد ستاری. پرتاب رو باید پرسپولیسی انجام بدن. دانیال اسماعیلی فر، ترابی، دانیال با هم دیگه کار میکنن اون مقطع زمین. بازم ترابی یک و دوی موفق. این دو بازی کن که سامان نریمان جهان فکر کنم توپو زد. علی قربانی توپ از زیر پاش یه لحظه در رفت، خطا هست و داور خطا رو گرفت. لحظه ای حامد پاکی رو هم دیدیم که یه مچبند دست راستش بسته بود که قرمز هم هست و به حال به هر شکلی که هست میخواد ارادت خودش رو به هواداری پرسپولیس نشون بده. بازی رو باز میکنن پیکانی ها. سامان نریمان جهان یه توپگیری عالی از پرسپولیسی ها. امید عالی شاه توپ رو میاره وسط. محمد خداوندلو ضربه‌ای که زد و از کنار دروازه بیرون رفت، بازیکن سابق پیکان. توپگیری عالی از مسعود ریگی. اینجا خدابندلو یه خورده عجله کرد و ضربش کیفیت لازم رو نداشت. ستاری یه حرکت خشن رو انجام داد دانیال اسماعیلی فر و علی قربانی روش خطا شد. بیست دقیقه از زمان بازی گذشت، باز هم بدون گل مساوی.
ناصری توپو داره سمت راست یرکت بازم موقعیت هست برای بازیکنان پیکان چه تکلی رو زد محمد حسین کنانی زادگان و بعد از چهار کارتی که بعد تو طول فصل گرفت حالا کارتاش که صفر شد دوباره کارت گرفت کنانی با هم ببینیم تکل خشنی رو زد انصافا مستحق دریافت کارت زرد هم بود از داور خیلی بد رفت کنانی و پاکدل رو نقشه بر زمین کرد بعد میگفت خطا نیست یعنی به حال و هنوزم معترضه که خطا نشده حامد پاکدل رو زمین بازم کادر پزشکی پیکان وارد زمین شدن توی 20 دقیقه اخیر خطاهای دو تیم 3 بوده و آفساید هم 4 تا پرسپولیس یک بار پیکان در تله آفساید گیر کردند. برانکارد وارد زمین شده تا پاکدل رو بیرون ببره و ببینیم که میتونه بازی ادامه بده یا خیر امیدواریم مشکل خاصی براش پیش نیاد حامد پاکدل هر اتفاقی هم توی بازی منچستر یونایتد و لیورپول اتفاقی افتاد خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد همینطور بازی های لیگ خودمون میلان هم دقیقه 80 که 2-1 جلوه اگه سمتیازش بمونه رتبه دوم جدول رو میگیره از تیم یوونتوس سامان نریمان جهان باید ارسال رو انجام بده با پای راست ارسال میکنه داخل محوطه جریمه این ضربه سر و توپ رو پرسپولیسی ها از اون مخمصه و از اون منطقه دور میکنن سامان نریمان جهان توپو میارن پشت محوط جریمه و ضربه‌ای که زده شد و به بیرون رفت محمد حسین فلاح یه دونم سامان فلاح دارن که اونم واقعا بازیکن خوبیه از اون آینده دارهای فوتبال ایرانه ریگی هنوز موقعیت گل آنچنانی رو نداشتیم توی این مسابقه خداوند لو یه لحظه ریگی تعادلش از دست داد همین باعث شد که پاکدل توپو بگیره در سمت راست توپگیری عالی است خداوند لو دوباره سمت راست پیکانیا توپو دارن ثابت تیمانی بروی دروازه بیرانوند خیال پرسپولیس رو راحت میکنه سری بازی رو به جریان میندازه بیرانوند این نمای قشنگی هم هواداری پرسپولیس خلق کردن توی ورزشگاه با نور موبایلای خودشون عبدالکریم حسن محمد خدابندلو مهدی سرابی امید علی شاه پاسش به مقصد نمیرسن خب عبدالکریم اونجا بود خود عبدالکریم حسن و ناصری نتونست این توپ رو مهار کنه و به کورنر میره عبدالکریم حسن از اون بازیکنی دوپایه فوتباله که به عنوان دفاع چپ توپو میره رو پای راستش و شوت میزنه کمتر دفاعی واقعا این آپشن رو داره امید علی شاه دو بازیکن در مقابلش حسن همچنان امید تو بر میگردونه اورونوف عالی عبور میکنه یک در مقابل یک کارو بازم فرصت برای پرسپولیس که ستاری اونجا هست پاکدل سامان نریمان جهان داور آوانتاژ میده سامان با یک تکل از ریگی مواجه شد واقعا خطا نبودی این همونطور که قبلی رو گفتم خطا این دیگه خطا نبود عثمان هم شاکیه سر این قضیه که خطا نبود و با هم ببینیم صحنه آهسته رو اینجا یه تکل سالم واقعا سالم بود
بله منچستر گل زده به تیم لیورپول. مک‌تامینای دقیقه 10 بازی گل زده. خود ضربه همونجا مستقیم و دیدن ناصری اومده جلو و ضربه‌شو زدش. هافک پرسپولیس. بیست دقیقه پایانی در نیمه اول. علی قربانی قد و قامت بلندی که داره ضربات سر اولو معمولا خودش میزنه. فرشاد کنانی در قلب خط دفاعی. دانیال یعنی که توپو میسپاره برای مهدی ترابی. چپ و راست پرسپولیس تکنیکیانو میتونن عبور بکنن. مسعود ریگی اما دیگه تکنیکی نیست. آزاده یکه توپ گیری عالی. آل کثیر ایسال کثیر توپش نرسید به اورانوف. بازم برگشت توپ امید آلیشا. آفساید نیست و بازی ادامه داره. مهدی ترابی یه فرصت برای پرسپولیس و باز هم مدافعان اونجا هستن. غلامرضا ثابت ایمانی. پاکدل ثابت ایمانی. بازم حامد پاکدل. پرس پرسپولیسیا باعث میشه که توپ از دست بدن پیکانی ها. یعنی که توپ میاد به سمت چپ زمین. بازم استون اورانوف. خود اورانوف سمت چپ ارسال به خودش خورد فکر کنم و توپم به بیرون رفت. استون اورانوف در تیم نوفاخور ازبکستان در جام باشگاه آسیا که هیچی لیگ قهرمانان آسیا به حال خوش درخشید. سه گل زد و هر سه تاش هم به نساجی زد. این چهره استون اورانوف توی یه قدمی باشگاه استقلال هم بودش. اورانوف که در نهایت لباس سرخ پرسپولیس رو به تن کرد. عبدالکریم یه کنترل خوب رو انجام داد. عبدالکریم حسن با هیبت خودش به حال در سمت چپ حرکات خوبی رو از اون سمت شاهد هستیم. زباهن دومی مثل رفسنجان زد. حالا فرصت عیسی آل کثیر توپو داره برای پرسپولیس پشت محوطه جریمه که باز هم پوشش میدن. ثابت ایمانی پرتاب برای پرسپولیس میزبان. مسعود ریگی توپو داره. مسعود میاره رو عقب درست در وسط زمین. فرشاد فرجی. محمد خداوندلو. امید آلیشا. خدا امید آلیشا یه لحظه توپ از پاش فاصله گرفت. توپ هر شکلی که هست می عبدالکریم حسن فرشاد فرج توپش میاد به سمت راست. دانیال اسماعیلی فر یعنی که ته تک سر با ترابی اونجا انجام و بخوا هماهنگ نبود با آل کثیر. بازی ادامه داره. ریگی بریم گل اول تو نیمه اول اتفاق میفته یا خیر. خیلی به حال مهمه توی جریان بازی. خداوندلو میاره به راست. اسماعیلی فر امید آلیشا تعلل کرد توپشو میزنن پیکانیا. ثابت ایمانی ناصری توپو از دست میده. ناصری ریگی سمت چپ اورانوف اضافه میشن پرسپولیسیا. عبدالکریم حسن و توپ رو میزنن پیکانیا توسط ستاری.
اینجا رو با هم ببینیم. امیده عالی شاه نقشه بر زمین شد. عبدالکریم پرتاب رو انجام میده. امید عالی شاه توپو میاره رو زمین. پرتاب از کمی عقب‌تر. فرشاد فرجی علیرضا بیرانوند آل کثیر برای مهدی ترابی را میندازه. امید عالی شاه رو بازم فضا برای پرسپولیس و یه حرکتی دیگه ارسال با پای چپ به روی دروازه. ستاری توپ رو میرسونه برای ثابت سیمانی. پرس پرسپولیس رو ببینید که یه میل به هجومی داره. خط حمله پرسپولیس توی زمانی که توپ دست پیکانه. ترابی ارسال یعنی پاس کاتسبک رو تقریبا فرستاد. ستاری توپو مجبور میشن به زیرش بزنن. محمد حسین کنانی بازم رو زمین افتاده. یه بازیکن از پیکان نادیده میگیرن و بازی رو ادامه میدن. مهدی ترابی یه خود کمن پرسپولیس توی خط حمله زمانی که میخوان حمله ای رو تدارک ببینن. داور بازی رو متوقف میکنه و علی قربانی رو زمین افتاده. با شماره 20 برای پیکان بازی میکنه. روی تقابل هواییش با فرشاد فرجی دچار مصدومیت شد. به حال آخرین بازی فصل، یعنی آخرین بازی پرسپولیس توی سال 1402 هستش که ببینیم و امیدواریم که پیروزی پشت سر بگذاره. بعداً سال جدید هم سال سختی برای پرسپولیس مثل همه سالا خواهد بود و باید برای قهرمانی تلاش کنه. اینم لحظاتی از بازیه که به حال توپ در محوطه در جریان بود. داور بازی رو به صورت دراپ بال میخواد انجام بده. توپ میاد به سمت چپ. حسن اورانوف، عبدالکریم کنارش بود. خود اورونوف فضا داره. مهدی ترابی بازم اورونوف توپشو زدن. این بار سامان نریمان جهان. اشتباه از بازیکنان پیکان. لحظه میرفت کار دستشون بده. پاکدل توپ از دست داد. اورونوف توپش میاد به سمت راست. دانیال نتونست کنترل کنه. منطقه بازی رو عوض میکنن. فرصت داره تیم پیکان. عبدالکریم کورس گذاشته اونجا. خطا نیست. کمک داور اونجا نزدیک به صحنه است. بازم عبدالکریم توپ اینجا بد جایی از دست داد. حالا فضا داره تیم پیکان و خودش رو سپر میکنه فرشاد فرجی و نمیذاره که توپ به دروازه نزدیک شه. اینجا رو ببینیم که علی قربانی به داور اشاره کرد. 35 دقیقه گذشت. 10 دقیقه پایانی بازی پرسپولیس و پیکان در نیمه اوله.
زمین افتاده. حامد پاکدل و خیلی مصدوم داشتیم توی این مسابقه. کادر پزشکی پیکان خیلی بیشتر از بازیکن پیکان توی زمین پرسپولیس بودن. سامان نریمان جهان ارسال به روی دروازه توپو برمیگردونن. پرسپولیسیا حالا میرن واسه یک ضد حمله برق‌آسا. محمد خداوندلو توپو در اختیار داره، اضافه میشن در سمت راست. بازم محمد سمت چپ توپو میاره برای اورانوف. خداستون اورانوف یک دوی خودش رو میخواد انجام بده. عیسی آل کثیر چرخید و ضربش رو زد که توپو سمت راست. ترابی در اختیار داره، مهدی ترابی. حرکت مسعود ریگی، پنالتی، پنالتی برای پرسپولیس دقیقه 37 این بازی و به هر حال گره بازی میتونه با پنالتی باز بشه. کوپاله نازمی بدون فکر مقتدر سوتو زد و خطایی که کاملا مشخص بود. پرسپولیس این شانس رو داره تا بتونه خوشحال کنه یک بار دیگه هواداران خودش رو. با هم ببینیم صحنه آهسته رو. مسعود ریگی اینجا حرکت کرد و اتفاقی که افتاده محمد حسین فلاح خطا رو انجام داد. با هم ببینیم صحنه آهسته رو. اینجا یه پا انداخت فلاح و پنالتی گرفته شد، کاملا زانو رو زد دیگه و پنالتی مشخص بود. داورم خیلی نزدیک بود به صحنه. ببینیم که کدوم بازیکن فرانسی رو خواهد زد. ترابی هست، اورونوف هست، ولی خب کنعانی توپو گرفته خودش هم میخواد بزنه. مقابل فولاد خوزستان هم پنالتی رو خودش زد کنعانی که وارد دروازه هم شد. خیلی پرسپولیس نیاز داره به سه امتیازهای پیش رو و اصلا زمانی نیست که پرسپولیس بخواد امتیاز از دست بده. تا لحظتی دیگر کنعانی باید پنالتی خودش رو بزنه. ببینیم سومین گل فصلش رو میزنه کنعانی یا خیر. خود کنعانی نفس عمیق کشید، یه نگاه به دروازه ناصری و چند گام به عقب تا با سوت کوپال نازمی پنالتی رو بزنه. محمد حسین کنعانی زادگان با سوت داور ضربش رو باید بزنه. کنعانی ضربش رو میزنه و گل، گل اول پرسپولیس میزنه محمد حسین کنعانی زادگان. تا الان سه امتیازو واریز میکنه به حساب و خوشحالی معروف خودش رو هم به نمایش میگذاره. پرسپولیس 1 پیکان 0. ورزشگاه آزادی تهران حالا پرچمهای سرخ پرسپولیس رو برافراشته میبینه و به هر حال هواداران بانوان پرسپولیس که دارن از نزدیک شاهد پیروزی تیمشون هستن و مسعود ریگی که بتونست پنالتی رو بگیره و اینجوری ضربش به کنج دروازه رفت کنعانی. اینجا تازه ناصری هم یه گام فکرم جلو بود، ولی به حال پنالتی به گل نشست. خوشحالی هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه. استقبال خدایی خوبی هم شده است این مسابقه. حالا ببینیم که واکنش رضا عنایتی چقدر بود در مقابل تک گل پرسپولیس. 5 دقیقه پایانی نیمه اول. مهدی ترابی، عبدالکریم حسن، یه حرکت عالی رو عبدالکریم
انجام داد. بازیکن خوبی نشونه توی این مسابقه استون اورونوف، خود استون اورونوف ارسال بروی دروازه، توپو برمیگردن ریگی که فاصله گرفت توپ از پاش. بازم مسعود ریگی، عبدالکریم، ترابی، خود مهدی ترابی، امید علیشا، رامین دازه، دانیال اسماعیلی فرا و کورنر داره هجوم میاره پرسپولیس توی این لحظات. لحظات سختی برای مدافعان پیکان توی این لحظات که پرسپولیس داره فشار میاره. سمت راست ارسال بروی دروازه و اونجا شلوغه، فرصت برای پرسپولیس و توپ از بالای دروازه به کورنر رفت. با هم ببینیم صحنه آهستار ارسال که انجام داده بروی دروازه، فرشاد فرجی اونجا بود و ضربش رو زد و به بیرون رفت. البته توپ مستقیم بیرون میرفت که با برخورد مدافع پیکان به کورنر رفت. مهدی ترابی، ببینیم که از این توپ چه استفاده ای خواهند کرد پرسپولیسیا. خود ترابی، مهدی ترابی داور بازی رو نگه میداره تا تذکراتی رو بده به بازیکنان حاضر در محوطه جریمه. لحظات پایانی نیمه اول هم هست، با سوت داور ترابی باید ارسال انجام بده. 43 دقیقه، مهدی ترابی ارسال بروی دروازه و قبل از تیر یک توپ رو میزنن. بازم پرسپولیس سمت چپ، امید علیشا با پای چپ ارسال این بازی کن و توپ رو قبل از اینکه به ناصری برسه به کورنر میزنن. کوتاه کار میکنن، مهدی ترابی سمت چپ، محمد خدابندلو بازم برمیگردونه برای ترابی لب خط، امید علیشا ارسال بلند، توپو برمیگردن و توپای دوم اونجا حضور داشت آل کثیر. پرسپولیس کاملا جلو کشیده. یکی از خصوصیات خوب پرسپولیس اینه که بعد از اینکه گلو میزنه نمیره عقب و همچنان آتش داره برای گل بعدی. و حال اتفاقی که عثمان خیلی خوب تونسته جا بندازه توی ترکیب پرسپولیس. امید علیشا، مهدی ترابی، خود ترابی میاره به سمت راست، فضا داره پرسپولیس. مهدی ترابی توپ نگه داشته، دنبال یاره خالی میگرده، همچنان ترابی سمت راست، اسماعیلی فر آفساید، پرچمه آقای مرادی بالاست. توپو در اختیار دارم مدافعانه پیکان، محمد جواد آزاده، چهل و پنج دقیقه در آستانه تمام شدنه و ببینیم که کی و چقدر وقت اضافه اعلام میشه. عبدالکریم اصلا پاسش خیلی تند و تیز و نمیرسه به توپ. اورونوف مهدی ترابی یه پاس خوب رو میده برای عیسی آل کثیر، همچنان آل کثیر، عیسی آل کثیر، عیسی و ضربه‌ای که
به بیرون زده شد توسط ایسال کثیر. با هم ببینیم صحنه ایسالش پاسی داد مهدی ترابی دیده خیلی خوب و آل کثیری که گیر کرد در مقابل ستاری. اسم کنم نیه دوم گلو بزنه آل کثیر. وقت اضافه هم نفهمیدیم چند دقیقه گرفته شد. توپ بلند پروازی کرد اون منطقه فرجی. عبدالکریم حسن، ایسال کسی توپش نمیاد به سمت چپ. 46 دقیقه پرسپولیس 1 پیکان 0. هفته 26 رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس که پرسپولیس الان با تیم صدرنشین هم امتیاز شده و منتظر بازی استقلال هواداران که اونجا استقلال امتیاز از دست بده. یه اشتباه در بازی سازی از پیکانی ها، یکی تو عالی از خدا بندلو، حالا اورونوفت نتونست رد کنه. ثابت تیمانی ستاری توپو گرفته، توپش رو میاره برای قربانی که توپ از دست دادن. دانیال اسماعیلی فر همچنان دانیال ساعت بالا پاسش رو میرسونه برای آل کثیر که خسته شده توی این نیمه و استارت نزد برای این توپ. ناصری توپو میارن رو به عقب. محمد حسین کنانی زادگان بین دو نیمه هم همراه ما باشی با تحلیل و کارشناسی. به حال حامد تهرانی عزیز، مهدی اخلاقی نازنین و همینطور میهمان گرامی اون آقای محسن ربیخا که راجع به نیمه اول صحبت خواهند کرد. داور بازی رو متوقف کرده به سود پیکان. شری رضا عنایتی بازم در مقابل پرسپولیس داره ناکام میمونه. عنایتی درست حالا 45 دقیقه زمان باقی است، ولی خب شرایط بازی به گونه‌ای بوده که پرسپولیس کاملا برتر بازی بوده. سامان نریمان جهان توپ در اختیار داره. 48 دقیقه سمت راست پرتاب برای پیکان. نیمی اول نیمی بود که واقعا موقعیت نداد پرسپولیس به تیم پیکان و فقط یه شوت زدن که بیرانوند اونم در دو مرحله مهارش کرد. محمد جواد آزاده ارسال از سمت راست بروی دروازه و توپو زدن، بازی ادامه داره. میاد به زمین پیکان که کسی حضور نداره از قرمز پوشان. محمد ستاری کوپال نازمی داره صحبت میکنه با غلامرضا ثابت تیمانی. اعتقاد به هند رو دارن و سوت رو زد اصلا فکر کنم داور. آره من کمک داور دیدم. استراحت کوتاهی میکنیم، حتما همراه دوستان عزیزمون باشید در شبکه پرسپولیس. عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما می جنگیم. قلب ما همیشه با شماست و فکرتون است. دوستتون داریم و می خواهیم که سالم بمونیم. برای همین ازتون می خواهیم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست. ما هوادار سلامتی شماست. قلب شما همیشه اینجا. خب همچنان با شما هستیم. نیمه اول یکی هیچ به نفع ما تموم شد با پنالتی که حسین کنانی عزیز زد. تشکر میکنم از شاهین مورد نسب دوست داشتنی به خاطر گزارش نیمه اول و میخوام صحبت بکنیم با محسن ربیخا و حامد تهرانی. محسن جان نیمه اول چطور بود؟
دقیقا همون چیزی که گفتیم قبل بازی و شما داشتید سخت مقاومت میکردید این بود که گفتیم تیمای آقای عنایتی ضد فوتبال بازی نمیکنه و نه من میخواستم بگم مشاهده کردید که تیم آقای عنایتی بالا اکثر اوقات بازی وقتی علی بیرانوند توپ شروع مجدد میخواست آغاز کنه بالا پرس میکرد و سعی میکرد فضا رو از همون بالا ببنده و این یه مشکلی براشون ایجاد میکرد که عقب زمینشون و پشت خط دفاعیشون به تیم پرسپولیس فضا میدن و دیدیم که بارها بازیکنان کناری پرسپولیس تونستن پشت خط دفاعی پیکان توپ بگیرن و در کل فکر میکنم بازی خوبی بود و پرسپولیس خیلی روون، خیلی شاداب و خیلی با طراوت داشت بازی میکرد و البته پیکان هم خوب داشت دفاع میکرد، نه اینکه ضد فوتبالش، ولی خوب داشت دفاع میکرد، برنامه داشتن با گذاشتن حامد پاکدل سرعتی و علی قربانی سرزن برنامه داشتن که توی ضد حمله ها از سرعت حامد پاکدل استفاده بکنن، ولی خب خدا رو شکر بچه های خط دفاعی هوشیار بودن و موقعیت به تیم پیکان ندادن، ولی در کل بازی قشنگی بود و فکر میکنم نیمه دوم هم بتونیم شاهد گل باشیم. الان چقدر واقعا لذت بردیم، پیکان هم اومد بازی کرد، آدم باید انصاف رو بگه، اومد فوتبال بازی کرد، هم دفاع کرد، انقدر خوب بازی کرد که باعث شد که دفاع ما کارت بگیره. این مربی هم استقلالیه ولی به نظر من خیلی شهامت داره و داره خوب بازی میکنه، نه اینکه الان چون ما به گل رسیدیم. فوتبال قشنگ دیدیم، پیکان هم موقعیت داشت، میتونست به گل برسه، پرسپولیس اذیت کرد. آدم وقتی این فوتبال رو نگاه میکنه حالش خوب میشه، ولی دربی هم فوتبال بود دیگه، یعنی فرق دوتا مربی اینجا میتونیم متوجه بشیم. آقای اخلاقی، من حالا شما آقا محسن صحبت میکنه، ولی من شخصا سر اتفاقی که برای یاسین سلمانی افتاد و اون مصائبی که پشت سر گذاشت تو اردوی تیم ملی امید و رفت و آمداش، از حق خودم در مورد این آقا نمیگذارم، چون واقعا یه کاری کرد یاسین بنده خدا نابود شه. تو بازی های همزمان آلومینیوم 1-0 از نساجی جلوه، مثل رفسنجان 2-1 به زباهم باخته، سپاهان 1-0 گلگوه رو برده، ملوان نفت آبادان هم 0-0 رن، استقلال خوزستان و فولاد خوزستان 0-0 و تراکتور هم 1-0 از شمس آذر قزوین جلوه. شمس آذر حیف شد، اصلا این بلایی سرش آوردن نیم فصل، اون شادابی که توی نیم فصل اول داشت و همه تیما رو یه جورایی گرفتار میکرد الان تبدیل شده به یک تیم معمولی و همه هم بران راحت میبرنش. فکر میکنم تو نیم فصل اول هم خیلی سینوسی نتیجه میگرفتن، مثلا دوتا بازی میمدن خوب بازی میکردن میبردن، یه بازی میرفتن یه دفعه میباختن و این طبیعی بود چون تازه به لیگ برتر صعود کرده بودن و خیلی از بازیکناشون حتی تجربه تو لیگ برتر هم نداشتن، ولی خب با اتفاقاتی که توی نیم فصل افتاد، رفتن آقای دقیقی دوباره برگشتن در اون حینی که رفته بود، اون تو اون زمان که رفتن یه سری از بازیکناشون هم جدا شدن، رحمان جعفری رفت تراکتور، اعرابی رفتش سپاهان و اینا مورای کلیدی بودن براشون و دوباره آقای سعید دقیقی برگشتن و این اتفاق نیستن. آره خب جاتر و بچه نیستن، به هر حال یه سری این اتفاقات خوب نیستش دیگه، شما آسیبش رو تیم شمس‌آذر دیده و مردم استان قزوین و تیمشون دیگه اون روند خیلی خوب رو نداره. الان هم داریم میبینیم که روند سینوسی دارن ولی سینوسشون رو به باخته بیشتر. آره سینوسی خوبی نیست، امیدوارم که تیمشون دوباره برگرده، چون خیلی قشنگ فوتبال بازی میکردن. واقعا تیم آقای دقیقی قشنگ بازی میکنه. ما پارسال هم تو لیگ یک یعنی یه سر و گردن از تیمای لیگ بالاتر بازی میکردن، یعنی انقدر زیبا و تماشایی بازی میکردن، همه همون هفته اول تو لیگ یک همه تیما میدونستن که آقا شمس‌آذر صعود میکنه به لیگ برتر. الان هم داریم میبینیم تیمشون خیلی خوب بازی میکنه، این وقوعه پرسپولیس تو آزادی واقعا چشنواز، یکی از تاکتیکی ترین تیم ها هستش تیم آقای دقیقی و امیدوارم که حالا از این شرایط بحرانی در بیان و بتونن به شرایط خوبشون برگردن. محسن یه سوالی میخوام ازت بپرسم، حتما در جریان هستی که حالا علی نعمتی بعد از دربی رفت خب تحت یه فشار عجیب غریبی قرار گرفت و مدت‌ها از ترکیب اصلا دور موند، ولی خب تو
دربی برگشت درخشان بازی کرد، مثل همه دربیای دیگه‌ای که بازی کرده بود. حالا این اتفاقات دربی رفت و دقایق آخرش رو فاکتور بگیریم، تو سه تا دربی بهترین بازیکن زمین شده بود. یه صحبتی که میشه، میگن بعضی بازیکن‌ها علیرغم اینکه خیلی خوبن، خیلی خوبن، خیلی درخشانن و عملکرد فوق‌العاده‌ای دارن، اما چون رسانه ندارن و یه سری کارهایی که اتفاقا داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و در موردش توضیح دادی رو انجام نمیدن، خیلی تو معرض نمایش نیستن و بعضیا چون در واقع خیلی بازیگرای خوبی هستن، خیلی شو دارن، خیلی حالا با یه سری فن پیجا رفیق میشن و اینا، حتی عملکرد ضعیفشون هم یهو ازشون یه ستاره میسازه. در مورد این صحبت کن، چون تو خودت یکی از بازیکنایی هستی که تو قربانی این اتفاق شدی. دقیقاً من آره، اصلا علی نعمتی از روزی که اومد تو پرسپولیس من خودم دوستش داشتم واقعا، چون خیلی زحمت میکشه. بعد از اون دسته بازیکنایی که یه مربی دوست داره اینجور بازیکنها رو داشته باشه تو تیمش، یعنی چون مربی چون هرچی به این بازیکن میگه بازیکن میره عین همونو تو زمین انجام میده و بدون کار اضافه میاد بیرون. علی نعمتی حالا همونطور که شما گفتید هر وقت برای پرسپولیس بازی کرده واقعا بازی خوبی انجام داده، واقعا بازی خوبی انجام داده و من خودم یکی از طرفدارانشم. بازیکنایی مثل مسعود ریگی، علی نعمتی، اینجور بازیکنایی که بلد نیستن شو انجام بدن، یا مثلا یه سری کارهایی که متاسفانه یه سری هوادارا گول میخورن، حالا اون چیزایی که من میدونم و اینجا اصلا درست نیست در موردش صحبت کنم، چون شاید خیلی ها الان میخوام در موردش صحبت کنم بدنام بشن و هوادار بفهمه که آقا این داره نقش بازی میکنه. آه. ولی خب اون نقشایی که این دوستان بازی میکنن، این بازیکنای ساده مثل علی نعمتی، مثل مسعود ریگی، محمد انصاری حالا که تو دوره ما بود، وحید امیری، یا الان مثلا محمد خداوندلو، اینا بازیکنایی هستن ساده ان، بازیکنایی هستن که در اختیار مربی ان و اصلا اهل نقش بازی کردن نیستن. و ما حتی یه سری از رسانه هم داریم آقا اخلاقی که با یه سری بازیکن‌ها رفیقن و حالا شما چه تو اون تیم باشی، مثلا شما دفاع راستی، منم دفاع راستم، مثال میزنم، شما اصلا تو یه تیم دیگه هستی، به خاطر اینکه شما رو بیارم بالا میان منو میکوبن. بله. مثلا همپستی علی نعمتی مثلا دفاع چپ یه تیم دیگه، به خاطر اینکه علی نعمتی مثلا کوبیده بشه یا که همپستیش تو یه تیم دیگه هستش که بیاد بالا، شاید سالهای بعد بیاد پرسپولیس، اون رسانه مثلا میاد انقدر از اون بازیکن تعریف میکنه، علی نعمتی رو میکوبه که مثلا فلان بازیکن از یه تیم دیگه بیاد، تبلیغ میکنه. و تو در این مورد چه حرفی با هواداره داری؟ میخوام بگم گول نخورن، باهوش باشن، باهوش باشن، فوتبال رو نگاه کنن و صحبتهایی که اهل فن هستن رو گوش بدن، یعنی اونایی که سرما گرما چشیدن تو این فوتبال، یعنی لمس کردن این فوتبال، نه اینکه آقا هر کی اومد یه چیزی نوشت شما مثلا قبول کنید و بگید آقا این داره درست میگه، نه اینجوری این نیست. مشکلیه که چند ماه پیش نگاه من کنید واقعا. آره واقعا روی صحبتم با هوادارا بود، میگفتم باهوش باشید، این فقط مختص بازیکن نیست. زمانی که یه سری فن پیجا آقا فن پیج پرسپولیس زد دنبال پرسپولیس، دلیل نمیشه که حتما پرسپولیسی باشه و منافع پرسپولیس براش مهم باشه. ما در مورد حواشی که مخصوصا بعد از انتخاب سرمربی بود، هنوز سرمربی عثمان نیامده بود، اصلا رکورددار شد، انقدر که عثمان رو مورد هجمه قرار دادید و یه کوچولو صبر کردیم، دیدیم که آقا فرصت دادیم، عثمان چقدر داره الان تو پرسپولیس. من یه چیزم بگم به هوادارامون، همونطوری که حالا محسن گفت و حامد هم گفت، خیلی باید حواسمون باشه، یه سری هستن که خیلی شو دارن، یه سری هستن که خیلی بازیگرای خوبی هستن، نمایش بلدن، سناریو دارن و میشینن اینا رو اجرا میکنن، یه زمانی میرن با جام تو تخت خواب عکس میگیرن و یه سری کارا میکنن و تهش تبدیل میشن به بازیکنی که خیلی راحت پشت میکنه به تیم و در آستانه فینال رقابت‌های آسیایی تیم رها میکنه و میره. ختم کلام این که تو دوره لوگو بوسکن‌ها خیلی مراقب علی نعمتی‌ها باشیم، علی نعمتی‌ها واقعا درجه یکن. آره بعد میگم در نهایت
این آرم پرسپولیس و باشگاه پرسپولیسه که بر ما میاد. آدم‌های زیادی، سرمربی، مدیر عامل، بازیکن میاد تو این تیم میره، بعضی عملکرد درخشان دارن، ما خاطره خوشی از برانکو داریم، خاطره خوشی از یحیی گل محمدی، از علی پروین بگیر تا جلو و بازیکنایی که اومدن دیگه بال بزرگتر از علی دایی، مهدوی کیا، علی کریمی، اینا که نداشتیم که تو باشگاه پرسپولیس بازی کردن. تهش این لوگو پرسپولیس، این پرچم پرسپولیسی که ما باید بهش افتخار کنیم و قهرمان میشه. پا هر کسی که توی ارتش سرخ داره فعالیت میکنه، وظیفه من هوادار که همه جوره حمایتش کنیم، حتی اگر افت کرد، حتی اگر بالاخره ربات که نیستن، انسانن، یه اشتباه میکنن یا سیر نزولی دارند، باید کمکش کنیم برگرده و به دوران اوجش که تیم خودمون در نهایت نتیجه میگیره کمک کنه و ما کیفشو ببریم و قهرمانیش مال هوادار پرسپولیسه. دور نشیم، نیمه دوم رو چطور میبینی؟ فکر میکنی که پیکان مطمئنا میاد برای جبران گل؟ فکر میکنم یک کوچولو احتیاطشون رو بذارن کنار، یک کوچولو هجومی تر بازی بکنن. به هر حال دارن جلوی پرسپولیس بازی میکنن و اینجوری نیستش که جلوی پرسپولیس شما بیاید کامل هجومی بتونید بازی کنید، ولی فکر میکنم هر چی به دقایق پایانی بازی نزدیکتر بشیم پیکان هجومی تر بشه و همونطور که گفتم فکر میکنم نیمه دوم هم بتونیم شاهد گل باشیم و فکر میکنم پرسپولیس بتونه باز هم دروازه تیم پیکان رو باز بکنه. یعنی بعد فکر کنم به ضد حمله، یعنی که نه 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 پرسپولیس بازی خودش رو انجام میده، بله، و فکر میکنم باز هم به گل برسه. رو بازیکنان سرعتی مثل امید و مهدی ترابی خیلی دیگه میشه الان حساب کرد، اورونوف و اورونوف با توجه به اینکه محتمله که پیکان یه ذره بالاتر باشه. من اسمشو میخوام عوض کنم، چی بذاری؟ استاد اورونوف. استاد میگفت استاد اورونوفش میاد، استاد اورونوف. و با بالا اومدن پیکان من فکر کنم خیلی فضا فضا باز میشه، بله، ولی خب تو ضد حمله هم باید مراقب سامان نریمان جهان و حامد پاکدل باشن، بچه های عقب زمین، بازیکنه با تجربه، با تجربه، خب مخصوصا سامان نریمان جهان. من خیلی هم دوست دارم که ابوالفضل بابایی هم بهش بازی برسه، ببینیمش، واقعا بازیکن مستعدیه و به نظرم خیلی خیلی در آینده حرفا واسه گفتن داره انشاءالله. بازم تشکر میکنم من از حامی مالی برنامه، مجموعه بزرگ طبیعت که کنار باشگاه پرسپولیس ایستادن. فراموش نکنید جشنواره غرب‌های طلایی رو شما میتونید که عدد کدی که روی قوطی‌های روغن طبیعت هست رو به سامانه 1047-19 ارسال کنید و هر هفته برنده 100 میلیون، 50 میلیون، 30 میلیون و 40 عدد 5 میلیونی بشید در این جشنواره که ما هر چهارشنبه قرعه کشی میکنیم. این هفته امروز به خاطر اینکه عید بود، عید باستانی رو داشتیم، از هفته بعد 8 شهریور خواهد بود، چهارشنبه 8 شهریور، 8 فروردین خواهد بود. چه مازادی رفت؟ آره 6 ماه. اما روغن چی بود؟ روغن چی؟ زیرو ترانس، زیرو ترانس طبیعت که شما میتونید. آقا استفاده میکنید از محصول طبیعت؟ نمیدونم والله، حالا لابلا شد. خدا امروز خانومی از شمال کشورم بود، برنده شده بودن، یه دونه روغن خریده بودن، از دستشون هم افتاده بود، ریخته بود، یعنی روغن هم استفاده نکرد، روغن ریخته رو نزده، آره، کرد و نه روغن ریخته. من گفتیم آب، من فکر کردم میگن آب روشنایی، یعنی روغن خیلی براش روشنه بود، نگاه کردید قرعه کشی داره، ارسال کرده با یه دونه کد، برنده 100 میلیون شدن که نوش جونشون بازید که شب عیدی. خیلی حال میده پولایی اینجوری اومدن. بازم تاکید میکنم شما میتونید برنامه ما رو با گزارش اختصاصی از سایت آپارات ببینید با کیفیت بهتر بدون فیلتر. داریم سعی میکنیم که بستر رو برای هوادارا بیشتر فراهم کنیم که راحت تر با ما ارتباط داشته باشن. صفحه اینستاگرام باشگاه پرسپولیس که ما پخش میکنیم، صفحه رسمی تلویزیون هم حتما فالو کنید، پرسپولیس تی وی 6 رو فالو کنید که قراره اونجا خیلی ویدیوهای جذابی براتون بارگذاری کنیم و همچنین در انشاءالله پلتفرم‌های داخلی که به زودی زود در رسانه باشگاه آپارات خوراک محسن ها. محسن مثلا دیده بودیمش بعد چند وقت، میگم من دستش فیلتر شکن نداشتم، یه شیشه افمایی بود. آره. امروز میخواستم تهیه کردی یا نه؟ بازیکنام اومدن تو آخر. امروز میخواستم آیتمی که سال 95-6 عید 96
مثلا ما داب اسمش کرده بود و پخش کردم نرسیدم پیدا کنم شما از اینکه سری بعد پخش میکنم تو نوروز 96 بود. بریم با شایان مرادی نسب نیمه دوم انشاءالله با گلای بیشتر برگردیم سه هیچش کنیم و یه لذت اساسی ببریم. خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، پرسپولیسیای عزیز متشکرم از مهدی اخلاقی عزیز، حامد تهرانی نازنین و همینطور مهمان عزیز و محسن ربیع‌ها که راجع به نیمه اول صحبت کردن. و اما بریم سراغ 45 دقیقه دوم و جایی که پرسپولیس این بار با یکی جلو باید بازی رو آغاز کنه و ببینیم که نیمه دوم میتونیم به شمار گل‌هامون اضافه بکنیم یا خیر. در همین ابتدای کار پرسپولیس رفته برای زدن اولین کرنر خودش در نیمه دوم با این تکنیک سامان نریمان جهان زد. استون اورونوف در نیمه اول بارها نفوذ کرد به سمت دروازه پیکان اما خب موفق نبود. تکل پرسپولیس رو هم کنعانی از این نقطه پنالتی به ثمر رسوند. ارسال آلیشا انجام ده بروی دروازه، توپ میاد به سمت راست مهدی ترابی. خود ترابی با پای چپ ارسالش بلنده، فرصت داره پرسپولیس، حالا دوباره توپ میاد به همون سمت. امید آلیشا، پرتاب برای پرسپولیس که نیمه دوم رو کاملا داره بالا بازی میکنه. اورونوف، یعنی که اورونوف اونجا گیر کرده بین دو بازیکن پیکان، اما اینقدر تکنیک بالا هست که بتونه عبور کنه و همینطور توپو پس بگیره. بازم آرانوف توپو میاره به مرکز، کنانی، فرجی میاره به سمت راست، دانیال اسماعیلی فر. امشب ساعت 21 هم هوادار داره با تیم استقلال، دیگر بازی که به حال مهمه برای پرسپولیسیا. شاید جدول جوری است که یه نیمه نگاهی هم به اون بازی داره پرسپولیس. امید آلیشا توپو میاره به وسط، یه لسه توپ رد شد، ریگی، کنانی رها کرد برای دانیال. بیرانوند توپو در اختیار داره. بازی منچستر لیورپول که گفتم منچستر یکی جلو، الان لیورپول کامبک زد 2-1 جلو از تیم منچستر. حالا فرصت داره امید آلیشا و با تک توپو از اون منطقه دور کردن. بازم آلیشا، ترابی، فرصت داره آل کسیر، این بار دیگه پنالتی نیست و داور فوتبال رو سر پا اعلام میکنه. سمت چپ علی قربانی، اکبری، توپو دارن پیکانی ها، سعی میکنن که توپو حفظ کنن و اجازه ندن برای بازی سازی در زمین خودشون تو تیم پرسپولیس. ستاری توپو داره، ناصری توپو میزنه اونجا و این لحظه بود که مشکوک به خطا بود به روی عیسی آل کثیر، اینجا کتف خودشم زد. عیسی آل کثیر خرید نیم فصل پرسپولیسیا که به حال پرسپولیس واقعا مهاجم نداشت، حتی هنوزم نداره. دانیال اسماعیلی فر، ریگی، توپو
باز هم با مدافعان کار میکنن. فرجی میاره به چپ، اوروناف توپو با سر انداخت جلو که بتونه حرکتی انجام بده. خطا به سود پیکان. استون اوروناف خطا که انجام شد اینجا رو هم ببینیم کوس گذاشته بود. سمت چپ ایمان اکبری توپو عنایتی کنترل کرد، خودش سابقه گل زدن به تیم پرسپولیس رو داره. غلامرضا عنایتی کلا گفتم وقتی بازیکن بود واقعا بازیکن خطرناکی بود. دانیال اسماعیلی فر رو به عقب کار میکنه. بازی نیمه دوم به جز اون یه دقیقه که تازه شروع شده بقیهش آروم دنبال شده. عبدالکریم حسن پرتاب برای پرسپولیس، پرتاب انجام داد، فضا داره تیم پرسپولیس. امید عالی شای یه همچین صحنه بود که دربی گل زد. دربی رفت. خطا به سود پرسپولیس. بریه محمد خداوندلو بازیکن سابق همین پیکان انجام شد. خطای بازی خطرناک گرفته شد. مشتبه حق دوست من دارم میبینم، بله فکر کنم بین دنیا بازی اومده. حق دوست بازیکن سابق نفت، استقلال، زباهن و حالا پیکان. عثمان ویرا اولین بازی که نشست روی نیمکت پرسپولیس واقعا تحت فشار بود. عثمان بعد از باخت جلوی آلومینیوم دیگه فشارها و انتقادها به اوج خودش رسید، ولی خب با عملکرد درخشانی که به حال تو بازی‌های باقی مونده داشتن تمام منتقدین رو به حامیان خودش تبدیل کرد. پشت توپ قرار گرفته دو سه بازیکن از پرسپولیس دورخیزم کرده. کنعانی، آلیشا هم هست و همینطور عبدالکریم. 52 دقیقه ببینیم مستقیم میزنن یا خیر. سخت از این زاویه گل زدن. یه زمان کریم باقری از این زوایا رحم نمی کرد و توپو میخوابون سکنج دروازه. با سوت داور زبر رو ببینیم کدوم بازیکن میخواد بزنه. امید عالی شاه میزنه، توپش به دیوار دفاعی برخورد میکنه. کنانی میاره به چپ، اوروناف رو توپ اثر گذاشت. سامانه نریمان جهان، بازم اوروناف گیر کرده بین بازیکنان. اوروناف مهدی ترابی به روی دروازه و گل. گل دوم برای پرسپولیس و بریسه محمد حسین کنانی زادگان رو میبینیم که خوشحاله کریستیانو رونالدو رو هم انجام میده. یک شروع درخشان در نیمه دوم برای پرسپولیس و یه شب بی‌نظیر برای کنعانی. توی دربی نبود، استراحت کرد و تمام انرژیشو آورده برای این بازی و در مقابل پیکان داره خرجش میکنه. پرسپولیس 2-0 پاس بی‌نظیره مهدی ترابی رو هم غافل نشید. واقعا ما هم ببینیم صحنه آهستر خود کنعانی اصلا شروع کننده کار بود. استون اورونوف توپ نگهدار قهار پرسپولیسیا، توپو رسوندن برای ترابی و عجب ارسالی و عجب ضربه سری که ناصری فقط تونست دستشو بیاره بالا. پرسپولیس عثمان این روزها داره میدرخشه. محمد حسین کنعانی زادگان کمتر کسی فکر میکرد که تا قبل از دقیقه 60 دبل کنه. خب باز هم یک بازیکن از پیکان رو زمین افتاده و احساس ناراحتی میکنه. کادر پزشکی پیکان هم از نفس افتادن انقدر وارد زمین شدن.
اینجا رو با هم ببینیم. برخوردی که داشتن خطا هم انصافا نبود، یه برخوردی بود بین بازیکنان. اینجا علی شاه، اکبری و ستاری اونجا بودن. عنایتی کاری از دستش بر نمیاد، اسیر قدرت پرسپولیس شده توی این مسابقه. ارسال بی نقص از ترابی و این پرواز بلند است. محمد حسین کنعانی که توپو به تور دروازه رساند. اینم خوشحالی کادر پرسپولیس که نشون میده راضی ان از شرایط تیمشون. مهدی ترابی جلوی فولاد یه گل عالی رو زد، یه پاس گل خوب رو داد. کنعانی هم جلوی فولاد یه گل خوب رو زد. ولی آمار کنعانی الان اینجوری میشه دیگه، دو تا بازی آخر توی ورزشگاه آزادی 3 گل زده، آماری که حتی مهاجمامون ندارن. سمت راست سامان نریمان جهان، ارسال بلند داخل محوطه جریمه که ریسک نمیکنه. کنعانی توپو به کورنر میفرسته. کورنر برای پیکان باید فرستاده بشه از سمت چپ. سامان نریمان جهان عملکرد بی‌نظیری توی تراکتور داشت. سامان که باعث شد اصلا به تیمای بزرگ بیاد، ارسال به روی دروازه، تو باز هم بر میگرده. ضد حمله پرسپولیس به شکل میگیریانه. محمد خداوندلو، عبدالکریم حسن رو خط آفساید حرکت کردن دو بازیکن. عبدالکریم برای اورونوف، آفساید نیست، اورونوف محو میکنه مدافع مقابل خودش رو. فرصت و آل کثیر توپو به بیرون زد. عجب فرصتی رو از دست داد. چیکار کرد اینجا اوسون اورونوف؟ با یه تغییر مسیر جا گذاشت مدافع رو و ستاری کاملا خارج شد. اینجا ضربه سرش البته در شرایط نامتعادل به توپ زده شد. کنعانی ضربه سر اول رو میزنه، بازم به ناصری میرسه توپ. بازم فرصت اینجا اکبری توپ به هر شکلی که هست میذاره. بازم خطا و فکر کنم بازم من کارت پزشکی بیاد. نه این بار بلند شد. توپ رو با یه عالی از پرسپولیسیا یکی تو خوب رو دانیال اسماعیلی فر انجام میده. دانیال همچنان دانیال، پاسش آفساید بود فکر کنم اگه میرسید به آل کثیر. آفساید گرفته نشده چون به توپ نرسید. کورنر برای پرسپولیس. امید علی شاه پشت تو خوده. علی شاه ارسال با پای راست به روی دروازه، بازم بر میگرده تو. کنعانی بیشتر از مهاجمامون تو محوطه جریمه پیکان صاحب توپ شده. بازم کنعانی ارسال با پای راست، خوبم ارسال میکنه به روی دروازه و بازم کورنر این بار نشده، فکرم اوت شد. فشار بیامان پرسپولیسیا، سریع بازی به جریان انداختن. محمد خداوندلو، امید ارتباط رو قطع کردن پیکانی ها. محمد جواد آزاده، فرشاد فرجی، توپش میاد به علیرضا بیرانوند میرسه. اکبری توپو آزاده گرفت،
حق دوست، علی قربانی. فضا داره تیم پیکان، مشتبه حق دوست. سمت چپ فلاح، ارسال این بازیکن اصلا ارسال جالبی نیست. محمد حسین فلاح، لنگ لنگان داره به کار ادامه میده. صحبتی هم با کادرشون کرد، بکنم نیاز به اسپری بی‌حسی داشت. علیرضا بیرانوند، دانیال توپو داره، با این سه امتیازی که پرسپولیس میگیره 43 امتیازی میشه و با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال به حال در رتبه دوم قرار داره، به خاطر اینکه دو تا از تفاضل بالا کمه، مگر اینکه دو تا دیگه پرسپولیس بزنه و وقتی به صدر جدول میره. عبدالکریم، حق دوست، فلاح توپو به ناصری میرسونه، علی قربانی روبایی از خداوندلو، گرکه توپو میارم به سمت چپ، اوسون اورونوف اضافه میشه، مهدی ترابی اشتباه کرد. اورونوف از معدود لحظاتی بود که اورونوف اشتباه کرد، حالا این و پیکانیا توپو از دست میدن. دانیال اسماعیلی فر عشان را افتاده در سمت راست خط دفاعی پرسپولیس، آل کسی میخواد قیچی بگن ریوالدوی بزنه که نمیذارن. قربانی، محمد جواد آزاده، نریمان جهان توپش میاد به سمت چپ، غلامرضا، ثابت سیمانی، سامان فلاح، حتی محمد حسین فلاح اینجا توپو داره، پاس کاتبک توپ بر میگرده، این ضربه فنی که به بیرون میره. فقط یه شوته توی چارچوب داشته پیکان توی این بازی، اجازه ندادن پرسپولیسیا. خب تعویض ها باید انجام بشه. امیر حسین صدقی هم به بازی اومد. دانیال اسماعیلی فر، خود دانیال یه دور میزنه توپو از دست میده، محمد جواد آزاده توپو میرسونه برای علی قربانی، حق دوست. سمت راست سامان نریمان جهان، ارسال حق دوست که افتر ارسال علی قربانی انجام داد و ریگی توپو به کورنر فرستاد. سمت راست سامان نریمان جهان، ارسال با پای راست به روی دروازه، فرصت و توپو بیرون میکشه بیرانوند. فوق‌العاده توپو دفعه تازه شد و بیرانوندی که به حال همه انتظار دارن ازش، خیلی خوب توپو در آورد از رو خط دروازه. علیرضا بیرانوند دوباره داره برمیگرده به شرایط اوج خودش. صدقی جای ایمان اکبری به بازی اومد، ارسال آفای راست از ثابت ایمانی و بازم دستان امن و مطمئن بیرانوند توپو میرسونه برای مهدی ترابی. داور بازی رو متوقف کرده فکر کنم که دوربین وسط جا مونده ازش. عزیزا بیرانوند دوچاره مصدومیت شده، با هم ببینیم صحنه آهستر اینجا، ببینید توپا کجا در آورد. خیلی سخت بود گرفتن این توپ، واقعا سخت بود.
فقط بیرانوند میتونست اینجا اینجوری واکنش نشون بده. مشکل خاصی نداره، میتونه به کار ادامه به دریزا بیرانوند. عثمان ویرا ببینید که کی میخواد تعویضاش را انجام بده. علیرضا بیرانوند توپ بلند رو میزنه. خب دو تا تعویض رو پرسپولیس میخواد انجام بده، داورم آفساید رو گرفته. ببینیم از ابوالفضل بابایی چه میخواد استفاده. وحید امیری و سعید صادقی کنار زمین هستن. تعویض‌ها هم تهاجمیه برای پرسپولیس. به هر حال با توجه به دو تا تساوی توی دربی خیلی مهمه که تفاضل رو بالا باشه. حالا فرصت به تیم پیکان سمت چپ که سرعت توپ زیاده و رد میشه. سعید صادقی جای کاپیتان امید علی شاه رو تو زمین میگیره و علی شاه هم عملکرد خوبی رو داشت توی این مسابقه و وحید امیری دیگر تعویضی هستش که جای مهدی ترابی به زمین میاد. بازوبند رو هم میده به وحید امیری. بالهای چپ و راست خودش رو عوض کرد عثمان تا یه نفسی بده به تیم در ادامه کار. در 25 دقیقه پایانی مسابقه پرسپولیس بتونه جناحین بازی رو پرنشاط ادامه بده. هواداری پرسپولیس تیمشون رو مورد حمایت دارن قرار میدن. دانیال اسماعیلی فر توپش یه تیکه بیرون رفت. شما بینندگان عزیز دارید از طریق لایو پیج رسمی باشگاه پرسپولیس از آپارات بازی رو به صورت زنده مستقیم تماشا میکنید. بازی پرسپولیس پیکان هفته 26 رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و بازی که یک گل نیمه اول و یک گل نیمه دوم توسط کنعانی زده شده تا بازی 2-0 ادامه داشته باشه. عبدالکریم حسن کم کم به تیم ملی قطر هم میخواد دعوت بشه. عبدالکریم چون یه ضعف بزرگی قطر سمت دفاع چپ داره. به حال بوالام خوخی هست، پدرو میگل رو هم دستان راست دارم، ولی خب عبدالکریم مهره ثابت قطر توی سالیان گذشته بود. سعید صادقی فلاح حقدوس ستاری توپ از دست دادن پیکانی ها. وحید امیری او هم اشتباه کرد، خطا به روی بازیکن پیکان. آزاده توپو به ثابت سیمانی میرسونه. پیکان همیشه حریف خوبی برای پرسپولیس بوده و پرسپولیس اکثرا موفق به کسب امتیازات کامل شده از این تیم. ثابت ایمانی یه روپای چپش سامان نریمان جهان و ضربش دقت رو داشت اما قدرت رو نداشت. بیرانوند باید کار رو به جریان بندازه. علیرضا بیرانوند مسعود ریگی محمد حسین کنانی زادگان
پرسپولیس باید هفته آینده با تیم این هفته آینده که هفته آینده فوتبالی رو منظورم اینه بودن 17 18 روزی تعطیله لیگ برتر خودمون با تیم گلگهر بازی سختیه برای پرسپولیس. بعدش داره ما ملوان توی همین ورزشگاه، ملوان هم تیم خوبی نشون داده با مهدی تارتار، بعد با صنعت نفت آبادان، بعد یه بازی حساس و نفسگیر با سپاهان توی ورزشگاه آزادی، بعد با نساجی هوادار دو بازی پشت سر هم خارج از خونه، بعد سه بازی آخرمون هم میشه با سوال خوزستان، شمس‌آذر قزوین و مثل رفسنجان. بازی هستن که پرسپولیس باید انجام بده تا پایان فصل. مشتبه حق دوست، صدقی توپو زد، فرشاد فرجی توپو لابلای تماشاگران میفرست، توپو پیکانی در اختیار دارن، ثابت ایمانی فرصت داره، تیم پیکان، خود غلامرضا، ثابت ایمانی رو به عقب، ارسال ستاری، بابای چپ بروی دروازه، توپ رد کرد به ایرانوند، حالا اورونوف توپو در اختیار داره، خواست دو طرفه بزنه که یه طرفش بسته بود و خطا هم کرد. به این سراغ بازی همزمان، توش گل هم رد و بدل شده، آلومینیوم حریف پرسپولیس در جام حذفی در عراق 1-0 نساجی رو تا الان برده، دقیقه 68 خودشون بازی، زباهن 2-1 در مقابل مثل رفسنجان در رفسنجان داره بازی برگزار میشه. سعید صادقی، خود سعید صادقی پرسپولیس زیادن توی این حمله، فرصت برای گل سوم و توپی که چجوری گل نزد آل کثیر توی این صحنه. اورونوف یک و دوی این دو بازیکن که قطع شد، 4-3 بودن توی حمله پرسپولیسیا. عبدالکریم، خود عبدالکریم حسن زبش از دوهه خواست بزنه و خیلی دور بود فاصله تا خط. معین عباسیان دیگر بازیکن پیکانی که میخواد به بازی بیاد، این عباسیان هم از اون بازیکنه چپای خوبه لیگمون بود که به حال دیگه الان نیمکت نشین شده، محمد حسین فلا تعویض شد. تراکتور هم یه گل به شمس‌آذر زده توسط حسینی. سپاهان هم همچنان با همون یه گل شکاری جلو از گلگهر. سری آ ایتالیا هم میلان موفق شد 3-1 ببره تیم هلاس ورونا رو، تو هرناندز، پولیشیچ و چکوئزه گولا رو زدن. اف ای کاپ هم که فعلا یک ساعت از بازی لیورپول منچستر گذشته، تو اولترافورد لیورپول جلوه با گل‌های الکسیس مک‌الیستر و محمد صلاح. فرشاد توپ رو با بیرانوند کار کردن، یه لحظه بازی بده توپ خوب هم انجام داد، محمد خدا بندلو سمت چپ فضای خوبیه داره، اوسون اورونوف حرکت اوورلب انجام میده، عبدالکریم حسن، اوسون اورونوف، اورونوف یک و دوی بازی کنان، اورونوف توپی که به بیرون زد به صورت عجیب و غریبی، توپ وارد دروازه نشد، یه همچین صحنه ای رو بازی با فولاد خلق کردن که اورونوف گل زد تو اون بازی، یه رسه خطایی دیدم فکر کردم داشت میافت تو گل. یه خودوی فوق‌العاده‌ای بود که انجام دادن. با هم ببینیم صحنه ای آیس سرا، استان اورونوف یه خودوش عالی بود با آل کثیر، خواست
خیلی زاویه بده و ضربش به بیرون رفت. اورانو آزاده، توپش میاد به سمت راست، ارسال به روی دروازه مسعود ریگی، توپ رو زد، پرتا برای پیکان. سمت راست فضا داره تیم پیکان، منطقه بازی رو عوض کردن به سمت معین عباسیان. پرسپولیس ایسکایی هم نباید بده به پیکان چون عباسیان فوق العاده توی ضربات ایسکایی خطرناکه و خطر سازه. حق دوست بازم معین عباسیان، محمد ستاری موفق شد کورنر رو بگیره از دانیال اسماعیلی فر. با هم ببینیم این صحنه رو که چجوری از دست داد آل کسی. هم بد موقع خورد زمین جلوی پایه آل کسی، توپ بلند شد و همین کار رو سخت کرد. ارسال با پای چپ به روی دروازه، توپ رد میشه و میاد به سمت راست. یک رب پایانی بازی. سامان یه دور میزنه دنبال یاره خالی میگرده، بازم سامان همونو دوباره دور زد، اولین دور برگردن دور زد دوباره سامان نریمان جهان. حالا حمله برای پرسپولیس، دورن یه ضد حمله رو میزنن. استان اورانوف رو دستش داره، یه بازیکن اورانوف میاره به سمت راست دانیال اسماعیلی فر، توپو میزنن مدافعین. موین باید تک توپ بیرون رفت و پرتاب برای سفید پوشان. چرا عنایتی رو هم میبینی. ملوان یه گل به صنعت نفت زد. محمد رضا سلیمانی موفق شد دروازه رو باز کنه. ملوان رتبه بی‌نظیر پنجم جدول ملوان. تارتار خیلی خوب تونسته ملوان رو کاملا به تیم بالانشین تبدیل کنه. بازی بعدی پرسپولیس که توی ورزشگاه آزادی قرار برگزار بشه با همین تیم ملوانه. ارسال با پای چپ به روی دروازه به زیرش میزنه خداوندلی. بازم ضد حمله برای پرسپولیس، استون اورانوف، خود اورانوف بزنه یا نه که نمیزنه. همچنان اورانوف گل کوچیک داره بازی میکنه اون قسمت از زمین. خستم شده دیگه اورانوف و عناصر تهاجمی هم فکر کنم پرسپولیس نداره دیگه اصلا رو نیمکت. بله میبینید کاملا بریده استان اورانوف. ما هم ببینیم چه پاسی رو دادن به اورانوف. اگه همین صحنه دقیقه ده بود باور کنید همین تو گل بود. رو نیمکت ابوالفضل بابایی الان هست به عنوان مهاجم. دیگه مهاجم نداره پرسپولیس رو نیمکت. سرگی خط هافک به همراه اسد بیگی حضور دارن. گولسیانی هم به حال مثل علی نعمتی برای مدافعان رو نیمکت هستن. اوایل یعنی بازی های ابتدایی پرسپولیس در همین فصل ایاتون باشه زمانی که پورعلی گنجی همچنان فیکس بازی میکرد توی پرسپولیس، گولسیانی به عنوان مهاجم به بازی میومد به عنوان یار جانشین که حتی گولم زد. عبدالکریم حسن خیلی خوب عبور کرد. مسعود ریگی پرتاب برای پرسپولیس.
خب بالاخره تعویض میخواد انجام بشه و سینا اسدبیگی به بازی میاد. سنورونوف احساس ناراحتی میکنه و کارش سخته برای ادامه دادن، میگه نمیتونم تا اونجا برم. ثابت ایمانی هم اونجا هست، داره میگه با بیرون زمین زیاد فاصله نداری و از همینجا برو بیرون. تذکراتی هم میده. فرشاد فرجی هم میره سمت اورونوف، میگه با برانکارد بیا چون حتی اون چند قدم هم نمیتونه بره. گیری دادن که حتما از اون ور بره، حالا امیده کارت زرد حداقل نگیره اورونوف به خاطر این حرکت. بله آسان اورونوف تعویض شد و جای خودش رو به سینا اسدبیگی داد. مورد تشویق و حمایت هواداران پرسپولیس قرار میگیره. مرد محبوب سرخ پوشان تبدیل شده اورونوف به خاطر خلاقیت توی زمین و تکنیکی که به حال خیلی وقت بود فوتبال دوستانمون ندیده بودیم واقعا از بازی کنی. مسعود ریگی حالا خداوندالی یه خورده آزادتر میشه توی زمین چون سینا اسدبیگی هم اومده در پست هافک تدافعی داره بازی میکنه کنار ریگی. 10 دقیقه پایانی بازی. اسدبیگی منطقه بازی رو عوض میکنن به سمت راست. توپو پیکانی ها زدن، ستاریش اشتباهی کرد اونجا، فرصت داره وحید امیری، خود وحید امیری فرصت و ناصری توپو میگیره. محمد ناصری توپ رو مال خودش کرد. حرکتی که از سمت راست وحید امیریه چپ پا انجام داد. محمد حسین کنانی، علیرضا بیرانوند، اورونوف هنوز اونجاه. سمت چپ عبدالکریم حسن توپو در اختیار داره، بعیده که با قدرت بدنی بدن توپ ازش بگیرن. فرصت برای اسدبیگی، فرصت و کورنر برای پرسپولیس. زمین دروازه شد، کدومش شده؟ به حال کورنر شده فکر کنم. با هم ببینیم صحنه آستار رو، ببینید قدرت بدنی بالای عبدالکریم باعث شد توپ از دست نده و توپی که به کورنر میره. یا اصلا کسی نخورد فکر کنم، خطای دید داشت کلن. به حال کورنری که از سمت راست باید فرستاده بشه. سامان نریمان جهان باید زمین بازی رو ترک بکنه. دونده ظاهر شد، افشین صادقی به بازی میاد، یکی دیگه از بازیکنان جوونه پیکان. دانیال بروی دروازه، باید این بار از یکم عقب‌تر پرتاب رو انجام بده پرسپولیس. یعنی خوب رو مسعود ریگی انجام داد، توپ ازش میزنن، حالا جاش خالیه در پستش. کار ادامه میدم و این عباسیان داور خطا رو اعلام کرد. این لحظه برخورده وحید امیریه با بازیکن پیکان. موین توپ از دست دادن، اسدبیگی، وحید امیری میاره به فضای باز. کنانی، عبدالکریم حسن، یکی خوب و ترکیبی رو انجام دادن پرسپولیس. حالا خداوندی داره نزدیک دروازه پیکان بازی میکنه، فرصت و شلیک اسدبیگی. زمین دروازه باید زده بشه. عجب شوتی زد سینا اسدبیگی. با هم ببینیم اینجوری شوتش رو زد و ناصری توپ رو دفع کرد. صادقی گل 40 متری داره اسدبیگی با لباس همین پرسپولیس.
معین عباسیان، افشین صادقی، حالا فرصت داره پرسپولیس، محمد خدابندلو و ضربه‌ای که صادقی میزنه و به بیرون میده. سعید صادقی دوتا گل اولش واسه پرسپولیس رو تو یه بازی زد. سعید صادقی توی بازی با هوادار در فصل گذشته. توپگیری خوب از محمد خداوندلو. سمت راست وحید امیری، بازم خداوندلو. تعداد نفرات پرسپولیس در خط دفاعی و باکس محوطه جریمه پیکان تعداد خوبی بود. مسعود ریگی بازی داره آروم دنبال میشه. 5 دقیقه تا پایانه 90 دقیقه این مسابقه زمان باقی است. خداوندلو رو به عقب، علیرضا بیرانوند، یه لحظه بیرانوند دوباره اون کپسول اعتماد به نفس خودش داشت می اومد دوباره رو. عبدالکریم حسن، فرشاد فرجی، مسعود ریگی، سینا اسد بیگی. توپش میاد به سمت چپ، بازم عبدالکریم حسن، رامین نزن تو فضاهای خالی، خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. چه سرعتی هم داره حسن در سمت چپ. خود عبدالکریم و ضربش راهی کورنر شد. عضله پاش گرفته مدافع پیکان محمد آژیر. ما هم ببینیم اینجا خودش سرکت شوتو مستقیم بزنه که تو اتفاقا تو چارچوبم بود اگر توپ رد میشد. عبدالکریم حسن تعویض شد. عبدالکریم بله اول فاز بابایی به بازی میاد و تو این لحظات شانس گلزنی داشته باشه. بابای چپ توپ رو سینا اسدبگی کوتاه کار میکنه. بازم اسدبگی به هر شکلی از رد شد از اون منطقه. وحید امینی، علیرضا بیرانوند رو پایم زد، حرکات نمایشی به وجد میاره. هواداران حاضر در ورزشگاه ها. مسعود ریگی یه لحظه اشتباه، فرصت حالا اینجا برای پیکان که خطا گرفته شد. خطا به سوده پرسپولیس و مسعود ریگی. کوپال ناظمی اینجا کارت زرد رو به چی داره نشون میده؟ به عنایتی یا یکی از نیمکت نشینان؟ به هر حال کارت زرد رو به عنایتی نشون داد. به خاطر اعتراضی که به هر حال کردم یه کارت دیگه هم نشون داد به دستیار غلامرضا عنایتی. بازی مثل رفسنجان و ذوبان 2-2 شده. سپاهان در ادامه کارت قرمز گرفتناش بازم کارت قرمز گرفت. یکی از بازیکناش نیمه فرشاد احمدزاده اخراج شد. خیلی کارت گرفته، اصلا تاریخ من بی سابقه بوده سپاهان اینقدر کارت بگیره. مسعود ریگی خوب کار کرده ریگی توی این دیدار، یه پنالتی گرفت که اصلا زمین ساز پیروزی پرسپولیس شد. سمت راست دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی هم به بازی اومده. علیرضا بیرانوند
یکیت خوب سمت چپ عالی یک در مقابل یک رو عبور کرد. سعید صادقی، خود سعید صادقی را میندازه حال کسی رو، فرصت و آفساید. آفساید شد و محمد خداوندلو در کمند آفساید گیر افتاد. به 90 دقیقه زمان بازی داریم میرسیم. پرسپولیس 2-0. یه بازی خوب خانگی رو انجام داد پرسپولیس. حتما همراه ما باشید در ادامه بازی که تمام بشه با تحلیل و کارشناسی محسن ربیخا، حامد تهرانی و مهدی اخلاقی با شما عزیزان هستیم و اتفاقات این مسابقه رو مرور خواهیم کرد. خب 6 دقیقه وقت اضافه ای که داور آقای کوپال ناظمی منظور کرده برای پایان این دیدار. چهره عیسی آل کسی در این مسابقه پاش به گلزنی باز نشد. پرتاب بودن. 20 دقیقه دیگه بازی هوادار استقلال شروع میشه که اون بازی هم گفتم اهمیت ویژه‌ای برای پرسپولیس خواهد داشت. سعید صادقی، سینا اسدبگی، مسعود ریگی، توپش میاد به سمت چپ زمین، فضای خالی برای پرسپولیسیا. ابوالفضل بابایی، ببینیم که گل سوم زده میشه یا خیر. خود ابوالفضل اونجا یه تنه ای هم زدن و توپ ازش گرفتن. افشین صادقی اون منطقه رو پوشش داد. علی نعمتی یکو داد، دو رو نگرفت. سعید صادقی، خود سعید صادقی، توپش میرسه به اسد بیگی. مسعود ریگی الاسه سر خورد کنعانی، ولی به هر حال به هر شکلی که توپ رو دفع کرد از اون منطقه. علیرضا بیرانوند توپ رو در اختیار دارن پرسپولیسیا در خط دفاع. خود بیرانوند، 92 دقیقه گذشت، پرسپولیس 2-0. یه لحظه اشتباه در حفظ توپ از بازیکن پرسپولیس. محمد جواد آزاده رو به عقب، افشین صادقی توپشو گرفتن بازم پرسپولیس. محمد خداوندلو سمت راست وحید امیری رو میبینه. خود وحید رامین از دانیال اسماعیلی فراکه ناصری از دروازه بیرون میاد و نمیذاره توپ از محوطه جریمه خارج بشه. حرکت خوبی انجام دادن پرسپولیسیا، اما خب ناصری خروج به موقعی رو داشت. معین عباسیان اونجا درگیر بود، وحید امیری، مسعود ریگی مجبور میشن رو به عقب کار کنن با محمد حسین کنعانی زادگان. علی نعمتی توی دربی در کنار فرشاد فرجی در بازی با استقلال موفق به ثبت کلین شیت هم شدن در غیاب مدافعان مصدوم و محروم، خواستم بگم مرحوم نه محروم، پرسپولیس که گولسیانی، کنعانی و مرتضی پورعلی گنجی سه تا از مدافعان اصلیمون توی بازی حاضر نبودن و کلین شیت ثبت شد. کورنر با پای راست احسان میشه بروی دروازه و توپو وارد دروازه نکردن پرسپولیسیا. کنعانی میرفت هتریک کنه توی این مسابقه و یک شب ماندگار رو برای خودش رقم بزنه. ارسالی که انجام شد اینجا واقعا مویی رد شد و به بیرون رفت. عجب فرصتی بود که از دست داد. علی قربانی نیمه دوم واقعا هیچی ندیدیم از مهاجمین پیکان. بازم علی قربانی، محمد جواد آزاده در دایره میانی میدان توپو در اختیار داشتن که خطا به سود پیکان. 2 دقیقه تا پایان
بازی پرسپولیس و پیکان در هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. علی نعمتی سمت چپ را میندازه سعید صادقی رو. علی نعمتی همچنان خودش درخواست توپ کرده مهاجمینه پرسپولیس و محمد خدابندلو میرفت تا اولین گلش با لباس پرسپولیس رو به تیم سابقش بزنه که این اتفاق رخ نداد. این دومین بار بود که خدابندلو در موقعیت حمله ظاهر شد. ناصری ضربه دروازه رو باید بزنه، کوتاه کار میکنن. افشین صادقی زمین سر اول رو زد علی نعمتی، پرتاب به سود تیم میهمان یعنی پیکان. پیکان هم به حال تیم خوب این فصل بوده، همونطور که گفتم موفق شدن سپاهان رو ببرن با نتیجه 3-2 و اتفاق به حال بزرگی رو رقم زدن. حتی تیم خوب ملوان رو هم همین هفته پیش موفق به پیروزی شدن در مقابلش. کنانی علیرضا بیرانوند ثانیه‌های پایانی بازیه. هواداری پرسپولیس امشب خوشحال ورزشگاه آزادی رو ترک میکنن. استارت رو زد ابوالفضل بابایی، این که آفساید بوده یا نه هیچ کس هنوز نمیدونه. خب فکر کنم سوت پایان هم زد کوپال نازمی و پیروزی 2-0 پرسپولیس هم مقابل پیکان. امیدوارم که تماشای بازی لذت برده باشید، حتما همراه ما باقی بمونید که دوستان عزیزمون آقای تهرانی، آقای اخلاقی و آقای ربیخا با شما عزیزان همراه خواهند شد. هزار قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه‌کشی 1000 قلب طلایی تا سقف 100 میلیون تومان لطفاً کد روی محصولات را به شماره 1047-19 ارسال نمایید. قلبم با طبیعت. ما به عشق شما میریم توی زمین، ما با همه قلبمون برای شما می جنگیم. قلب ما همیشه با شماست و فکرتون است. دوستتون داریم و می خواهیم که سالم بمونیم. برای همین ازتون می خواهیم که به تغذیه سالم توجه داشته باشید. طبیعت دوست سلامتی و قلب شماست. ما هوادار سلامتی شماست. سلام شما همیشه اینجا. بله 2-0 پرسپولیس، 2 زدیم 20 نزدیم. این نتیجه که اول بازی من، یعنی اول قبل بازی من پیش بینی کردم، ولی احساس میکردم بعد 3 رو میزدیم حتی به 4-5 تا هم میتونستیم برسیم. آقای ربیخا بله خسته نباشید. من خسته نباشید، میام خدمت همتون، هم شما آقا مهدی، هم شایان عزیز که با گزارش خوبش، بله، و همه هواداره عزیز. بازی خیلی خوبی بود. نیمه دوم خیلی روان‌تر شد بازی، فکر می‌کنم بهترم شد. به هر حال پیکان چون یه گل دریافت کرد و تو فکر جبران بود، یه جورایی یه مقدار بازتر بازی کرد و فضا بازتر شد برای کارهای تاکتیکی تیم پرسپولیس و فکر می‌کنم موقعیت‌های خیلی خوبی هم بچه‌ها ایجاد کردن که در نهایت تونستن یک گل دیگه به ثمر برسونن. خیلی میتونستن، آره، در حالی که میگم در حالی که میتونستن گلای بیشتری هم بزنن، ولی خب خدا رو شکر حالا باز بازی رو بردن. آره و واقعا هم خوب و شناور بازی کردیم. من الان دارم نگاه میکنم بازی بعدیمون چند تا بازی سخت پشت سر هم داریم، هرچند که منتظریم برنامه بازی‌ها رو بگن اصلا ببینیم چه خبره، ولی به ترتیب با گلگهر و ملوان و نفت و آبادان و سپاهان بازی داریم، یعنی بازی بعدیمون، و خیلی بازی سختیه با تیمای چغری. گلگهر چند چنده الان؟ گلگهر 1-0 عقب.
یکی شقبه هم چنان ده نفر هم شده سپاهان. سپاهان هر بازی دو هیچ شد حامد دو هیچ شد ده نفره دو کاوه رضایی هم گل زد. آره عجیبه، هر بازی سپاهان داره یه اخراجی میده، عجیبه. ولی خب حالا بازیش هم 2-0 برد و بعد ببینیم ساعت 9 تیم مسعود شجاعی چیکار میکنه مقابل تیم دفاعی استقلال. ماشاءالله تو دربی دفاع رو لغت میکرد، یعنی دفاع میرفت دفاع میامد، یعنی قشنگ من یاد جنگ تحمیلی افتاده بودم. 8 سال دفاع مقدس خوب دفاع میکردن. محسن فکر میکنی که پرسپولیس یه ذره من نه اینکه بیمیل شدن ها، در ادامه اون دیگه بعد از دوتا گل تیم یه ذره اون شهوت گلی که میخواست بزنه واسه گل آخر نه اینجوری نبود به نظر من. ببینید البته یه چیزم باید بگیم ها، نگذریم از این قضیه که علی بیرانوند یه توپ خیلی خوب در آورد و فکر میکنم اون نگر داشت ما رو، چون شما میدونید نتیجه 2-0 میگن خطرناکتر از نتیجه 1-0. ما اگه بعد تایم هم یه زمانی بود که یعنی پیکان قشنگ جای جبران داشت، میتونست انگیزه خوبی میگرفتن اگه گل میزدن و علی بیرانوند واقعا یه توپ خیلی خوب در آورد و تیمو نگه داشت. و چقدر هم بچه هایی که حالا خریده نیم فصل چقدر خوب بازی کردن، هم آیه عبدالکریم حسن هم آیه اورونوف و چقدر داستان دارم من اصلا عبدالکریم حسن داسته اسمش میاد همه منو نگاه میکنن. چقدر محمد خداوندلو خوب بازی کرد، چقدر ساده بازی کرد، چقدر روون بازی کرد. تعویضیامون خوب بود، یعنی اونم خوب بازی کرد. آره تیم کلا خوب بود. این که میگید شما بیمیل بود، من فکر میکنم بیمیل نبودیم. ما دیگه هرچی تایم که میگذشت، هرچی به پایان بازی نزدیکتر میشدیم، فکر میکنم این طمع گل زدن تو خود شخص بیشتر میشد، یعنی دوست داشتن خودشون گل بزنن و یه ذره از خودگذشتگی ها کمتر شده بود فکر میکنم. و این باعث شد بود حسین هتریک کنه. آره فکر میکنم این باعث شد که گل بیشتر. الان معلوم میشه که چرا کارت زرد دادن به حسین کنعانی و قبولم نکردن که اشتباه کردن دیگه. اگه حسین تو بازی دربی بود مطمئنن اتفاقات دیگه ای میافتاد، میتونست کمک کنه به ما. حسین واقعا حالا بیرون هم داشتیم صحبت میکردیم، حسین واقعا نمیشه ساده از حسین کنعانی گذشت، واقعا نقش پررنگی داره هم تو تیم ملی هم تو تیم پرسپولیس و فکر میکنم تو دو سه سال گذشته جز آماده ترین بازیکنهای تیم ملیمون بوده. جدا از پست خط دفاعی تو کل بازیکن‌ها بخوایم نگاه بکنیم، حسین جز آماده ترین بازیکن‌های تیم ملیمون بوده و واقعا فوتبالیست تاپ و فوتبالیست خیلی خوبی هستش حسین کنعانی. محسن ادامه این فصل رو چطور می‌بینی؟ استقلال امتیاز دست میده دیگه؟ ببینید فوتبال به هر حال بالا پایین زیاد داره دیگه. من خودم به شخصه دنبال نیستم که استقلال امتیاز رو دست بده یا مثلا ببازه یا چیز. من دوست دارم پرسپولیس اونجایی که میتونه امتیاز جمع همه رو ببره. همه رو ببره، حالا ما کاری به ما دقیقاً نباید کاری داشته باشیم. نداریم باشی. آره. بعد دنبال عملکرد خودمون باشیم. همون اتفاقی که اول امسال افتاد دیگه. اومدیم همه رو پشت آره. بعد دنبال عملکرد تیم خودتون باشید. یعنی نگاه نکنید به تیم‌های دیگه، چون تمرکز باید فکر می‌کنم رو تیم خودمون باشه و ما 10 تا رو ببریم دنبال آره. شد. چون قطعاً تیم‌های دیگه امتیاز از دست خواهند داد. حالا ولی ما باید تیمی باشیم که امتیاز از دست ندیم. خیلی ممنون. اگه حالا حرف آخری چیزی هست که دیگه ما خدافظی کنیم. حرف آخر که تو این شبای عزیز حالا از همه مردم عزیزمون التماس دعا داریم و پیشاپیش هم سال جدید رو بهشون تبریک میگم. امیدوارم که در سال جدید آرامش، سلامتی و خیر و برکت نصیبشون بشه و ایشالله که هر جسم ما رو دعا کنن انشالله. آیا اخلاقی حرف آخر؟ من هم تشکر میکنم از همه شما، مرسی که یک سال کنار ما بودید، یک سال پا به پای هم اومدیم جلو و کلی خاطره خوب با هم ساختیم. نمیدونم کجای این دنیا پرچم پرسپولیس رو بالا نگه داشتید، اما هر جو که هستید الهی که همیشه حالتون خوب باشه، الهی که همیشه سلامت باشید و بدونید که ما واقعا دوستتون داریم و به خاطر شماست که اینجاییم. سال نو رو بهتون تبریک میگم پیشا پیش و امیدوارم بهترینا براتون تو راه باشه. سال 1403 هم حتما همراه ما باشید به امید قهرمانی پرسپولیس تو سال جدید.
خیلی ممنون. آخرین صحبت‌های مهدی اخلاقی و محسن ربیع‌خوا در سال 1402. منم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از هواداران که کنار پرسپولیس و کنار تیوی پرسپولیس بودن تو این سال سخت. انشالله بتونیم در سال 403 قوی‌تر و بهتر بتونیم بازی‌ها رو برای شما پوشش بدیم و محتوای بیشتری برای شما تولید کنیم. کار سختیه رضایت جلب رضایت شما، ما رو دعا کنید و همیشه شاد و خندون و پرپول باشه جیباتون و لذت ببرید. یعنی یه جوری بشه سال 403 که اتفاقای بعد 401 402 و حتی 400 رو به دست فراموشی بسپرید. ممنون، خداحافظی میکنیم در سال 402. آخرین برنامه شبکه پرسپولیس با شما هواداران عزیز. آخرین بازی هم که با برد تموم شد و پیکان سواری کردیم رفتیم 403. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا سال آینده. خدا نگهدار. همیشه بس میدن